خب دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست و 29 نوامبر سال 2019 برابر است با 8 آذر ماه 1398. همونجور که در فیسبوک هم نوشتم چه خبر از ایران، شما اخبار رو از کدام رسانه، از کدام منبع، از کدام مرجع دریافت میکنید؟ و خیلی متاسفم که دوستان به جای اینکه یه سوال خیلی ساده ای رو جواب بدن، یه چیزای مزخرفی مینویسن که اصلا اون وقتا میگفتن مرغ پخته توی قابلمه خندش میگیره. حالا ببینید بیچاره مرغ پخته که یا روغن یا آب داغ، اینها از ببخشید نادانی من و دوستان من خندهشون میگیره. یکیش این آقای سعید کاووسی، خواستم بگم سعید صالحی، اون سعید صالحی هم یکی از همون نادان هاست. این آقای سعید کاووسی، شما هر چیزی که بگی ایراد میگیره، از من دیگه بدتر. آقا ازت پرسیدن شما که استاد فلسفه و علم و تکنیک و مکانیک و اخبار روز هستی، چه خبر از ایران؟ اخبارتو از کجا میگیری؟ چه منبعی رو قبول داری؟ مزخرفای بلدت شده همیشه همونا رو کلیشه‌ای، برید در آینه نگاه کنید، همین و همشم فکر میکنه خودش بهترینه. برایش نوشتم آقا شما درست میگی، You are the best. بابا ولمون کن دیگه. حالا دوستان هی میگن آقا تو چرا اینقدر به این آقای کاووسی چیز میکنی؟ خب دیگه بالاخره دوستم، آدم میگه که چشمشون تو چشممونه، ولی بعضی وقتها دیگه از حد به در میشه. دوستان عزیز، چه خبر از ایران؟ بذارید ببینم اگه باشتش نشونتون بدم. اینو نوشته بودم برای دوستان فیسبوکی و امروز یه مقداری در رابطه با تلگرام صحبت میکنم، چون باز دوستون خوبمون آقای بها ابهری گوه آقا من سال نمیدونم 2003 یا هر سالی به شما راجع به تلگرام گفتم، نمیدونم اصلا موقع بوده یا نه. راست میگه، ایشون چند بار به من گفته بود و من چند بار تنبلی کردم و گفتم آقا نمیخوام. واقعا اینه، ببینید شما دیگه جمله از این ساده تر دارین؟ چه خبر از ایران؟ شما کدام رسانه را قبول داری؟ از کجا میشود اخبار درست دریافت کرد؟ البته ما زیرش نوشتیم تلویزیون مردم آمریکا. خیلی از دوستان لطف کردن نوشتن از تلویزیون مردم، ولی دوستان ما نه خبرنگار داریم، بنده نه ژورنالیستم. خیلی از دوستان هم لطف دارن هم به اشتباه به من میگن ژورنالیست. آقا اینا مراحل خاصی داره، ریپورتر با ژورنالیست، گزارشگر، خبرنگار با مجری برنامه فرق میکنه. مجری برنامه، شما پدرتون فوت شده، چون خودتون حالتون خوب نیست نمیتونید صحبت کنید، پول میدید به آقای حسین، به آقای حسن، اون میاد در عوض شما صحبت میکنه. این لزومن از همه زندگی شما خبر نداره. یه کاغذی نوشتید دستش دادینش که آقای نمیدونم عبدالله فلان آدم خوبی بود، در بازار پول همه را نخورد، خورد. اینجوری ما این نمیشه بگیم که حالا این ریپورتره چون اومده توی برنامه‌ای را اجرا کرده و اینها. بگذاریم، امروز آقای امیر حسین لادن با ما نیستن به دلیل اینکه یه مقاله‌ای رو دارن می‌نویسن و اینها، و برنامه داشتن و برنامه ساختن کار مشکلیه، مگر اینکه برنامه‌شون بخواد مثل من و سعید کاووسی و داور و اینا علکی باشه. بیان بشینن میگم آقا طرف میومد مینشست میگو خب اگه کسی هست ما برنامه رو ادامه بدیم، اگه کسی نیست ما بریم خونه. یعنی بدون اینکه طرف زنگ بزنه برنامه نداشت. حالا ما باز حداقل 4 تا کاغذ می‌نویسیم، با خودمون میاریم، خط خطی می‌کنیم، یادداشت می‌نویسیم. اونا این کارو انجام نمیدادن. اتفاقا همین آقای بها ابهری سر یه ماجرای وبسایت و اینها به من گفت آقا اینو نظر بده. گفتم دوست عزیز، نظر که می‌خوای بدی باید بخونی.
وقتی میخوای یه چیزی رو نظر بدی باید قشنگ بخونی. یه بار که میخونی میگی شاید درست متوجه نشدم، دو بار میخونی، وقتی داری مینویسی موقع نوشتن نظر شک میکنی، دوباره میری میخونی، سه باره میخونی، چهار باره میخونی، و به قول ایشون یه برنامه 5 دقیقه 10 دقیقه ساعتها برایش زحمت میکشی. خب حالا ایشون به ما گفت آقا تلگرام رو چرا نمیدی؟ گفتیم باشه، من الان مدت هاست نه تلگرام رو روشن کردم نه اینستاگرام. اتفاقا یه کاری رو از دست دادم به خاطر اینکه صفحه اینستاگرامم اصلا اپ تو دیت نبود، بلد نبودم روشنش کنم کجا هست و اینا. یه کاری بود، یه نفر قرار بود براش انجام بدیم، بعد گفت صفحه اینستاگرام، گفتم یا خانم، یه خانم آمریکایی بود، گفتم صفحه اینستاگرام من به شما چه کار داره؟ شما به من میگی میخوای هم چیز درست کنی، من میگم من میام درست میکنم، وقت درست کردم پولش رو من بده. ولی امروز اینجوری شده دنیا، شما وقتی میخوای یه جا استخدام بشی، طرف همچین که اسمتو میفرسی میره شجره پجرتو در میاره، ببینه کی هستی، کجا عکس گذاشتی، مردم راجع بهت چی نوشتن و الی آخر. روزگار بدیست همینه که هست، روزگار غریبیست همینه که هست. در هر صورت امروز در آمریکا بهش میگن بلک فرایدی، نه به خاطر جمعه سیاهه، نمیدونم ایران میدون ژاله و فلان، نه، برای اینکه تو کار حسابداری دو تا رنگ بوده. حسابا رو وقتی مینوشتن اعداد منفی رو با قرمز مینوشتن که طرف حسابدار اشتباه نکنه، اعداد مثبت رو با مشکی مینوشتن. چون آمریکایی‌ها باور دارن از ژانویه سال تا امروز جمعه بعد از روز تنکسگیوینگ بیشتر یا شاید همه بیزینس های آمریکا توی منفی و قرمز هستن، امروز به دلیل این شور و هیجان مردم که حالا مرغابی رو خوردن، مرغابی میگیم بوغلمون رو خوردن، حالا برن وسیله بخرن، گیفت بخرن، هدیه بخرن برای کریسمس، اونا هم شور و هیجان کاذب ایجاد میکنن. همون تلویزیون 150 دلاری رو امروز ببینن 160 دلار شما هم خوشحال میخرید. امروز این بیزینس ها از اون قرمز و منفی میان به طرف مثبت و سیاه، به این خاطر بهش میگن بلک فرایدی. ما هم اینجا چون تلویزیون مردمی هست و از مردم هستیم، از مردم کمک میگیریم که چه باید کرد، و یک دوست اصفهانی به قول معروف لطف کرده و برای ما اینو فرستاده که اگه میخواین بلک فرایدی تو موفقیت آمیز باشه، نوشته اصفهانی بلک فرایدی اسپیشال، مخصوص نوشته stay at home and save 100%، نوشته حرف تلویزیون ها و رادیو ها رو گوش نکنید، قشنگ خونه بمونید 100% پسنداز کنید، نگه دارید. یادم موقعی که اولایی که اومدیم آمریکا سال 1986، عصرها بعد از کار خسته میرفتیم، حالا انگلیسی یاد بگیریم، یک کلاسی به نام بهش میگن ESL، English as Second Language. یه دوستی داشتیم، این آقا دکتر گوش حلق و بینی بود، بنده خودم خیلی زحمت کشید، نه توی فروشگاهی کار میکرد و مسئول چیدن این سبزیجات بود و های آب به پاشه روشون. یه روز عصر وقتی آمد اونجا گفت که من امروز 2000 دلار سیف کردم. حالا مثلا اون موقع حقوقا بگواره ساعت 10 دلار ماکسیموم که به ما میدادن، 8 ساعت هم کار میکردی یه روزش 80 دلار گیر میمد، اگر ماشین تصادف نمیکرد، قضا بلا از آسمون نیاد، 80 دلار تا 100 دلار. این وقتی اومد مدرسه گفت که خوشحال، خیلی هم با آب و تاب و با هیجان تعریف میکنه، گفت من امروز 2000-3000 دلار سیف کردم، پس انداز کردم. گفتیم چجوری؟ خواستیم ما همه اون این کار انجام بدیم. گفت نشستم، گفت مریض بودم نرفتم سر کار، نشستم تلویزیون نگاه کردم، هر چی نشون داد من خریدم. گفت این چراغ رو بخر 50 دلار 30 دلار سیف میکنی. خریدم، نوشتم 30 دلار. گفت این رخت خواب، تخت خواب، این دوشک رو بخر 2000 دلار 1000 دلار سیف میکنی. خلاصه من تا شب 2000-3000 دلار سیف کردم.
ما همه هم خندیدیم، هم عصبانی شدیم، بهش گفتیم خب حالا چند پول خرج کردی؟ گفت پولی خرج نکردم که، با کردیت کارت دادم. اون زودتر اومده بود آمریکا، کردیت کارت داشت. گفت با کردیت کارت دادم. گفتم خب این کردیت کارت یه وقتی باید پولشو بدی. گفت حالا تا اون وقت. کی این حرفو زد؟ آقای ترامپ. گفت من متخصص بدهکاریم. چرا؟ چون اون وقتا میگفتن جون رو اسرائیل میگیره، فلان رو طلبکار. گفت من قرض میگیرم، بعدم میگم ندارم. و این آقا در تنها بیزینسی، در تنها تجارتی که موفقه، آقای ترامپ، قرض گرفتن و خوردن و ندادن هست. حالا اونایی که میگن یه آدم موفقه، شما اگه دنبال آدم موفق میخواییم بگردین، آقای بلومبرگ. بلومبرگ مثل سعید خودمون پارکینگ اتندنت بوده، یعنی اینایی که شما میری پارکینگ بهت میگه برو اونجا پارک کن، یا میگه کلید تو بده من، یه کاغذ بهت میده میره. اینجا بوده که اون وقتا هم تو این پارکینگ ها خیلی دود و فوت و گازوئیل و فلان اینا بود، الان بهتر شده چون وضع ماشینا بهتر شد. این آقا از مسئول پارکینگ بودن رسیده به جایی که بیش از 50 بیلیون دلار پول داره و گفت تنها کسی که من میتونه بیاد به اصطلاح این بلومبرگ، گفت تنها کسی که میتونه حریف این شیاد بشه من هستم، که هم پولدارم، هم نیویورکی هستم، هم تکنیکای اینو بلدم. حالا شما فکر کنید تکنیکای اینو چجوری بلده. رفته کسی رو که به ترامپ کمک کرده، کتاب نوشته، خاطراتش نوشته، چون اینکه نویسنده نیست که، این سواد نداره، پول داده به اینا، این چون از اسم این استفاده کرده کتاب نوشته. اون رو استخدام کرده آقای بلومبرگ. پس یادتون باشه آقای بلومبرگ که 3 دوره اگه اشتباه نکنم شهردار نیویورک بود، دوستان یادتون باشه شهردار نیویورک بودن از استاندار یا فرماندار استان یا فرمانداری استان نیویورک هرچی مهمتره، و این آقا اونجا بوده. البته طبق معمول چند تا اشتباه بزرگ کرده. یکیش این بود که یه دستوری صادر کرده بود، پلیسا هر کسی رو میگرفتن، به شما شک کنن، به سیاها شک کنن، به اسپانیک شک کنن، میگرفتن پرونده و اینات نشون بده. اونایی که تو آلمان بودن میدونن این معمولی بود. ما همیشه ورقه اقامتمون باید تو جیبمون باشه. و این نیویورک این کار کرده بود، بعد آمدش عذرخواهی کرد، گفت این اشتباه بوده. یه مدتی میگه نوشابه ها از 16 اونس بیشتر نباید باشه، که اصلا به جای نرسی. یه جای دیگه ایشون چون تو کارهای کامپیوتری بوده و اونجا پول ساخته، خواسته بود تبلیغ کنه، گفته بود که یه کامپیوتری ساختن که، یا یه کامپیوتری این میفروشه که به اصطلاح کارهای سکسی هم انجام میده. بعدش هم بلا فاصله به خانمها گفته بود حالا دیگه شما بیکار میشین، که خانمها اینو به عنوان توهین و شکایت و اینا، این رو هم عذرخواهی کرد و حرفشو پس گرفت. و بالاخره سیاستمدارا آدمایی هستن که اگر یه خوبی هم دارن 10 تا بدی دارن، یعنی اصل سیاست کثیف و اصل سیاست دروغه. در صورت این آمده و همین چند روز اول قرار شده 34 میلیون خرج آگهی کنه، پولی که ترامپ هیچ وقت از جیب خودش خرج نکرد و از مردم گرفت. از کدوم مردم؟ از اون آقایی که کردش سفیر ایالات متحده اروپا، و حالا گندش که بالا اومد هیچ، آقا 3-4 نفر خانم هم تا حالا اومدن شکایت کردن. یعنی اینا یک گنگی، یک باندی درست کردن، همه مثل همه. ترامپ که نمونهشه، مردک دیوانه. شما کجای دنیا سراب دارید یه نفر بیاد کله خودشو بذاره رو بدن رمبو، اون سیلوستر سالون هست اسمش، اون نفشه ایتالیانت، و بعدم کجای دنیا سراغ داری پسر عقب افتادش بیاد به شوخی بنویسی که من از یک منبع موثقی فهمیدم که این بدن بابامه. خب منبع موثق کیه؟ یا بابات همجنسگراست، با یک کسی بوده، یا از زنای بابات پرسیدی؟ دیوانه هستن اصلا این خانواده. ولی از طرف یه نور امیدی در این تونل دموکراسی آمریکا، اون تحتها روشنه و این چکن بالانسه. خیلی ها میگن آقا این که سال دیگه میخواد انتخاب بشه، مردم تو انتخابات رأی میدن. چرا؟
ایمپیچش کنن، چرا الان استیضاحش کنن؟ دوستان یکم تاریخ آمریکا رو اگه بخونیم یا درباره موضوعات بخونیم، من دروغتون نمیگم بگم همه تاریخ آمریکا رو میدونم، هر وقت یه موضوعی پیش میاد دربارش یه کمی این ور اون ور میخونم، تحقیق و تحقق و تأمل و اینها. همون اوائل پیدایش جمهوری آمریکا یه همچین مشکلی پیش میاد و میگن حالا جفرسون بوده اینا مقدر دارن، جیمز مدیسون بوده، نمیدونم چی بوده، بهش میگن که آقا این که داره چیز میشه، داره انتخابات میشه، بذار تو انتخابات، میگه ببینید کسی که این قسمت کلک زده تو انتخابات هم کلک میزنه، پس ما نباید صبرش بدیم تا انتخابات، باید الان استیضاحش کنیم. این برای دوستانی که میگن آقا پول خرج میشه، فلان خرج میشه اینا، آقا اگه 300 میلیون هم خرج بشه نفری یه دلار دادیم، 300 میلیون دلار، 330 میلیونی تو آمریکا، اگه 330 میلیون خرج بشه نفری یه دلار دادیم. این مردک چپ و راست هر روز بلند میشه میره فلوریدا و هر روز بلند میشه گلف بازی میکنه، ببینید چقدر مخارج رو دست اینو میذاره. بله حالا هنر کرده، بلند شده رفته افغانستان بدون هیچ خبری با ترس و با لرز، 8 ساعت پرواز کرده رفته اونجا، 3 ساعت نیم وایساده بوغلمون داده به سربازا و یا علی مدد دومش گذاشته لای پاش فرار کرده اومده و اونجا هم گفت که ما با طالبان صحبت میکنیم. دوستان برید نگاه کنید عکسایی که طالبان تو کاخ سفید هستن با ریگان و حالا هم بعد از 19 سال طولانی ترین جنگ آمریکا در تاریخ 200 چند سالش، جنگ آمریکا و افغانستان، اوکی؟ که اصلا افغانستان چه کار داشت به افغانستان که شما با شما کمک کرد روسیه و اینا رو فرستادیم بیرون، افغانستان که هیچ دخالتی توی حمله به این برجای دوقلو و پنتاگون اینا نداشت، سعودی عربیا بود. 19 سال از 100 و چند هزار نفر تا امروز که گویا 20-30 هزار نفر هنوز اونجا هستن، بلند شده رفته افغانستان یه جایی که بهشون میگن سیف زون، منطقه به اصطلاح مطمئن و اینها، یه شامی هم کوفت کرده و آمده. حالا منتظر خبرهای بعدی و افتضاحات بعدی باشیم. دلیلی هم که این رفت چون خیلی ترسوه دیگه، الان وضعش خیلی خراب شده به حدی که 50% مردم، کاری به ریپابلیک و دموکرات، 50% مردم میگن این هم استیضاح باشه. و یه کلمه جدیدی که من شنیدم سنسور یا سنسور یه چیز اینجوری CENSURE و ریموو، یعنی به اصطلاح باید هم استیضاح بشه هم از آفیس بندازنش بیرون. این صحبت الان هست. و اما خبر بعد، آقای فرهاد از ایران برای من نوشت که آقای پرویز مینویی فوت شد. گفتم نه آقا، من کاغذش رو اینجا دارم، همسر ایشون فوت شده. گفت نه آقا، خودشون هم بعد از چند روز فوت شدن. آقای مینویی روانش شاد یادش بخیر، با وجودی که من از لحاظ فکر رو به اصطلاح عقیدتی با ایشون مخالف بودم، ولی انسان شریفی بود، همین که دبیر بوده و معلم بوده و اینها توی ایران، همین که آدم زحمتکشی بوده تا آخرین روز عمرش اینجا کار میکرد. بعد همسرش مریض بود سالهای سال و یادم آخرین باری که برنامه داشت بهش گفتم آقای مینوی اون وقتا هر وقت من زنگ میزدم این هندونه ها و میوه های خوبی که رو میزد بود دهن منو آب مینداخت اونجا. گفت که اون موقع همسرم این کارها رو برای من انجام میداد، الان ایشون بیماره و من باید یا چای بخورم یا نوشابه بخورم و اینها. و بالاخره همسر ایشون فوت شد و خود ایشون هم بعد از چند روز فوت شد. آقای پرویز مینویی هم از میان ما رفت، روانش شاد و یادش گرامی باد. یاد داستانهایی می افتادم که می گفتن این مرغ عشق باید دوتا باشن تو قفس، وقتی هم دوتا بودن بعد اگه یکیش می مرد اون یکی دیگه هم بلافاصله می مرد. البته این تو خیلی از ازدواج ها هست و من یه دوستی دارم، شاد نخواد ما اسمشو بگیم، ایشون وقتی پدرش فوت شد مادرش تو مراسم هفته و اینا
رفته بود سر خاک، بهش گفته بودن سرده نرو اونجا. رفته بود بنده خدا گویا همون سرما و نمونیا و اینها، و مادرش هم فوت کرد. آقای سعید کاووسی هم تشریف آوردن، خوب شد بعد از اینکه من خوبی هاشو گفتم آمد. حالا بعدن برنامه رو نگاه کنه و یه روزی هم با ایشون دو کلمه کلکل کنیم و ببینیم این همه عصبانیت و ناراحتی در وجود این آقای کاووسی از کجا سرچشمه میگیره. در هر صورت همین که هستید خودش خوبه. و اما دوستان، 15 کاری که افراد فقیر انجام میدهند در حالی که ثروتمندان این کارها رو انجام نمیدن، و اونا به دلیل اینکه این کارها رو نمیکنن ثروتمندن. یادم سالها پیش این آقای محمد رفیع دوست خوبمون که توی کالیفرنیا کافه رضا رو داشت و بعد توی اینجا با آقای خسرو موبیدیک رو با هم بودن، ایشون میگفت شریک، ایشون میگفت نه کارمند، هرچی، گفت که من یه جایی رو باز کردم در گریت فالز. وقتی آدرس شما فهمیدیم گفتم آقا اینجا که کسی نمیاد. گفت نه آقا این محل میدونی همه پولدارا هستن. گفتم شما از خودت پرسیدی چرا اینا پولدارن؟ برای که اینا نهار نمیخورن بیرون، که شام نمیرن بیرون، که صبحونه که نمیرن بیرون، ولی صبح برو بیرون دم 7-11 ببینیم بنده خدا اسپانیشا چجوری وایسادن. آقا 10-15 دلار صبحونه شونه، کافی شونه و نمیدونم یه ساندویجی و نوشابه و فلان، این میشه صبح تا ظهر، ظهر باز دوباره 10-15 دلار، یعنی طرف 80-90 دلار در میاره تا میرسه خونه 30 دلارشو خرج کرده. ولی وکیله دکتری که میره 2000 دلار اون روز در میاره، تا عصر 2 دلار هم خرج نکرده. اولا به خانمش گفته با ماشین برسونه چی دم آفیس، دوما نهاری که درست کرده برای بچه هاش، یه ساندویج هم برای خودش درست کرده، بعدم گفته میخوام تو گود شیپ باشم، نخورده بماند. میگه که افراد فقیر میرن فست فود میخورن مثل این ترامپ احمق. اتفاقا یه چیزایی رو که گفت دیدم این ترامپ این کارو میکنه. میگه افراد فقیر تلویزیون نگاه میکنن، افراد ثروتمند وقت ندارن. میگه افراد فقیر دیگران رو سرزنش میکنن، ترامپ این کارو میکنه. افراد ثروتمند اگه اشتباهی میکنه میگه اشتباه کردم، ازش استفاده میکنه دفعه دیگه اون اشتباه انجام نشه. اینو اگه بتونم براتون میذارم روی فیسبوک. بله، میگه آقا مرغ عشق رو با اهریمن، با این انسان، اهریمن انسان مقایسه نکن. خب شما یه مقایسه دیگه بکن. اولا همون مرغ عشق هم همین اهریمن انسان اسمش رو گذاشته مرغ عشق، ولی این بدبخت پرنده چه عشقی میگیرن میندازنش تو قفس، ای از صبح تا شب جیک 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 جیک، بعدم تا صدا میده میخوان تلویزیون نگاه کنن میگن خفه شو یا هرچی بمانه. در صورت آقای پرویز مینویی فوت شد و رفت. بعضی ها میگن که نگید فوت کرد، فوت کرد یعنی خودش یک کاری رو خواست انجام داد، ولی فوت شد. چون دیدید مهم هم نیست سنشون چند سال باشه، دوستان همیشه می‌نویسن که مرگ نابهنگام، یعنی هیچ کس نگفته که من سر 82 سالگی میخوام بمیرم و امروز شده 82 سالم پس دیگه هنگامش رسیده من رفتم که رفتم. خب واکنشه عماد الدین باقی به دستور زجرکش کردن مخالفان در تلویزیون حکومتی. اینایی که میگن اسلام خوبه این آخوندا بدش کردن، این ویدیو رو نگاه کنید. یه آقاییه که گویا کارشناس ارشد رشته فارسی و تفسیر قرآنه هرچی، این میاد با آب و تاب توضیح میده که آقا باید بزنیم، باید بکشیم، باید دست اینوریشو با پای اونوری قطع کنیم و فلان اینا. و این آقای عماد الدین باقی که ایشون باشه، حالا عکسش رو بهتون نشون میدم، یه توضیحاتی داده که با هم میخونیم. و من امروز تقریبا تنها هستم، چون دوستان اکثرا به دلیل همین برنامه جمعه بعد از Thanksgiving، بذارید من این پایین پرچم افتاد، نمیخوام فقط قرمز شو به شما نشون بدیم
دعوا را بیفته. چون دیدم یه دفعه این رضا پهلوی نادان پرچم ایران رو بالا پایین زده بود روی یقش. بله این آغاز میگه فردی به نام ابوالفضل بهرامپور، نه این آقا، اون یه آقای پیرمرد، که دارای مدرک کارشناسی ارشد، دوستان در ایران به فوق لیسانس میگن کارشناسی ارشد، به لیسانس میگن کارشناس، کارشناسی ارشد ادبیات علوم قرآنی از دانشگاه الهیات دانشگاه تهران و از کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی تهران است، به عنوان کارشناس علوم قرآنی صدا و سیما در برنامه تلویزیونی که 5 آذر ماه از شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، سخنان احمد خاتمی در نماز جمعه اخیر تهران و توصیه به سخت گیری اعدام زندان را به زبانی صریح تر بیان نمود و تأکید کرد که به استناد آیات 32 و 33 سوره مائده قرآن معترضان نباید فقط کشته شوند بلکه باید زجرکش شوند. وی در این برنامه تلویزیونی خواستار زجرکش کردن، اعدام با طناب دار، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد دوستان تبعیده، بلد یعنی دیار و شهر و اینا، نفیش یعنی تبعیده. اتفاقا من ویدیو رو دیدم و تو اون ویدیو هم میگه نه که طرف رو تبعید کنیم بره شیراز آب هوای خوبی داشته باشه، تبعیدش کنیم وسط یه دریا با یه کشتی قرازه بفرستیمش اونجا. به نظر من ویدیو دیدنیه. بعد در همین رابطه با تبعید بارها من گفتم این دوستانی که هی میگن ما تبعید شدیم، والا بلا اگر جمهوری اسلامی و این آخوندهای بی کفایت و بی مدیریت میتونستن آقای کاووسی و سوربی رو تبعید کنن به آمریکا، همه تو صف وای میسادن میگفتن ما رو تبعید کنین. حالا نمیدونم کاووسی شاید اصلا قبل از انقلاب اومده باشه و اینا. آقا خانم ماها مهاجرینی هستیم که با اراده خودمون، با آرزو و امید خودمون بلند شدیم از اون مملکت، به خاطر شرایطش مهاجرت کردیم. هی این کلمه تبعید و الکی استفاده و سوء استفاده نکنید و کلمه رو خراب نکنید. بله میگه برگردیم به این ماجرای نفی بلد، به این میگن نفی بلد. این اظهارات مثل بمب در شبکه‌های اجتماعی منفجر و تأثیر منفی و مخرب وسیعی بر جای نهاده و دستاویز حملاتی به قرآن گردید. در این میان علمایی که به خاطر بیرون بودن یک تار مویزنی که هیچ خطری برای کیان اسلام ندارد فتواهای شدیدی صادر می‌کنند، در برابر اظهارات فردی که هزاران برابر با هر دشمنی آگاهانه حیثیت دین را بر باد می‌دهد ساکتند. شگفت این که تلویزیون هم که فیلم ها و مصاحبه ها را سانسور می کنند اینجا اهل تسامح می شود. و شگفت‌تر این که به فردی را که همین اظهاراتش دال بر بیسوادی اوست میدان می دهد که چنین سخنان سخیفی را علیه مردم و حتی مخالفان بر زبان آورد، در حالی که همه شهروندان از موافق و مخالف شهروندان و مالکان این سرزمین هست که دارای حقوقی یکسان هستند، در شرایطی که کشور نیازمند نرم خویی و مدارا است و باید از بازماندگان کشته‌ها و مجروحان حوادث اندوه بار اخیر دلجویی شود، عده‌ای قیم خودخوانده به هزینه دین میخواهند سیاست مشت آهنین خود را توجیه کنند. اما داستان آیات 32 و 33 سوره مائده درباره قطع دست و پا چیست؟ بدون هیچ نوع اعتقاد اندیشی و تعصب و صرفاً با منطقی علمی به بررسی تاریخی قرآن موضوع پرداخته برای روشن شدن افکار عمومی، نوشتاری را که سالها پیش در کتاب حق حیات در این زمینه آورده بودم باز نشر میکنم که اگر کسانی علاقمند به آگاهی بیشتر درباره موضوع بودند در دسترسشان باشد. محاربه و فساد، برگرفته از جلد نخست حق حیات منتشر شده در 1186، یعنی 12 سال قبل، که ویرایش تازه آن به زودی منتشر خواهد شد. عماد الدین باقی.
آیه معروف به آیه محاربه و افساد میگوید، عربی گفته و اینها به زبایی، ما که نمیدونیم این آیه برای توضیح حکم اعدام به جرم فساد است. خلاصه این یکی دیگه حالا اومده اونو ماسمالی کنه. اگر کسی لینک اون ویدیو رو داره در قسمت فیسبوک اینجا بذاره برای دیگر دوستان. ما اینجا می‌نویسیم مردم تیوی آمریکا، چون وقتی من اینو می‌نویسم نوشته های شما هم پیدا میشه. بله اینو اون روز یاد گرفتیم. خب و اما فقط برای اینکه بهتون بگم، بارها هم گفتم این رسانه ها که اتفاقا آقای کاوسی باید این کار میکرد، مثلا میگفت ایشون چون آدم دانشمندی هست فلان رسانه رو قبول داره، یه اسمی رو میگفت تا من، آقا من از شما یه سوالی کردم، از شما بپرسم بنزین کدام گستشن خوبه، شما من بگو اگزان، این چه مکافاتیه یقه شما رو گرفته؟ اگه سوربی میپرسه ازت بنزین کجا خوبه، اول میخوای بزنی تو سر ایرانی ها و بزنی هم تو سر خود سوربی و هم موقع هم خودتو بکشی بالا از از ایرانی ها جدا کنی. آقا شما هر روز که دروغه با ایرانی ها هستی، هنوز تا هنوز پنجشنبه شبها میای توی گرین هاوس یه تبلیغ مجانی برای ایمان و آقای کاوسی برنامه میذاری، که اون دفعه هم گفتم اگه لینکشو بفرستید من براتون میذارم اینجا تو فیسبوک. حالا میلیون ها نفر اینجا نیستن، 9000 نفر اینجا هستن، همشون هم اینجا نیستن، بالاخره ممکنه دو نفر سه نفر پنجشنبه شبی تنها باشن بیان اون برنامه، ولی نمی کنیم، خود اونم درست نیست. به جایی که بگی آقا من بنزین تگزاکو رو قبول دارم چون سالها تجربه کردم داخلش آب نیست، پمپ بنزینایی که دارن نوه، نمیدونم اینسپکتوراش یا بازرساش فلانن، شروع میکنی هیچ ایرانی درست نمیگوید، بروید در آینه حتی شما هم درست نمیگویید. میگم خب حالا چی شده؟ از کرامات سعید کاووسی این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. خب ولش کنیم حالا دیگه، خیلی هم به یکی پیله نکن. و اما خوشحالم که برنامه حسن ارشاد، برنامه شماره 248ش از ایران بالاخره آزاد شد و آمد. هفته پیش که همه دوستان اینجا مخصوصا کالیفرنیا یا شور سکویی، بعضی میگن شور حسینی، ولی باید گفت شور سکویی به چیز شده بود، یکی از همشهری های ما هم رفته بود با خانواده یا با دوستان تظاهرات، عکس های بسیار قشنگی هم گرفته بود اینها. بعد صحبت شد، هم راجع به امید نادان بود هم راجع به این تظاهرات فلان اینها. بعد خیلی جالبه، حالا این کاوسی میگه ما بهش نموزنی، ولی ما ایرانی ها عقده ای هستیم، ما ایرانی ها با یکی دوست هستیم، اگه امروز یه چیزی گفت که دیدیم درست میگه و ما جواب نداریم میخوایم یقشو بگیریم. طرف میگه آقا شما که برنامه های آقای حسن ارشاد رو پخش میکنی، حسن ارشاد مال حجتی است. میگم مال هر جا میخواد باشه، به من چه؟ من برنامه های بهائیان هم پخش کردم، برنامه مجاهدین هم پخش کردم، برنامه سلطنت طلبان هم پخش کردم، همین آقای مینویی که فوت شده سلطنت طلب دو آتشه بود، همون آقای ابوالقاسم صمدانی سلطنت طلب دو آتشه بود، صدها سلطنت طلب اینجا داشتیم، آقای هوشنگ رادخو. و خود شما اگه تازگی سلطنت طلب شدی خب بیا اینجا برنامه بذار. و چه کار کنم اگه یه کسی از ایران زنگ زد تماس گرفت آقا شما که میگی تلویزیون مردم، منم جزو از این مردمم و میخوام درباره باهایی ها که دروغ گفتن و آقای فیروزی هم آمد گفت که بله ما دنبال حکومت هستیم صحبت کنیم، بگم اجازه بده من از دوست شیرازیم اجازه بگیرم؟ ما یک کلمه به این آقا گفتیم آقا شما که اینو نوشتی، گور پدر امید دانا، گور پدر همه آخوندا، شما خودتون میدونید از اولی که این امید دانا سوسول نمیدونم هم جنس گراست ولی چه جوری زندار و اینا، بعضیا میدونه که از هم از آخور میخورن هم از توبره، یکی از اونایی که درباره این صحبت کردن من بودم و یکی از اونایی که مورد تهمت و توهین و تهدید این قرار گرفت من بودم. حالا چه جوری شده؟ من هنوزم باور دارم که این سپاه پاسداران یا آخوندا یه چوبی یه جای این کردن، یه جوری گرفتنش که اینجوری طرفداری میکنه. میگم آقا شما به من بگو که مثلا طرفدار رضا پهلوی بودی، همچین که این امید نادان حرف زد شما برگشتی، جواب نداره یه چیز دیگه میگه، عجب ملتی هستی.
تازه حالا ماها ادعا داریم میخوایم ایران رو نمیدونم آزادی و دموکراسی اینا. آقا پیشکش تو کاکو، حتی یک رسانه خوب و جامعه ایرانی با پوشش قابل قبول نداری. خدا پدرتو بیامرزه. با آقای اولی صحبت میکردم، پدر ایشون هم مثل که مثل پدر بنده در جوانی که نه، ولی خب در سن کمی فوت شده، الان دیگه سن ها روی 85 و 90. آقای کارتر 95 سالشه، دو هفته پیش رفته جراحی مغز انجام داده، پریروز یه روز قبل از ترکی خورون آزاد شد از بیمارستان، گفت خوشحالم که میرم بوغلمون رو با فامیل میخورم. ولی ایشون میگه پدرش 11 سال هم از خودش کم چیز بوده از سن فعلیش اینا، اگه اشتباه نکنم پدر منم که 67 سالگی فوت شده، قبرستانش هم همینجا هست و مر. بله میگه ما حتی یک رسانه خوب و جامعه ایرانی با پوشش قابل قبول نداریم. باید به 5 و 6 رسانه مراجعه کنم. من برای دفع آفات وابسته ها هم به جلیل مرتضوی، هم به امید دانا، هم به فرامرز دادرس، هم به حاشیه نیوز، هم به تسنیم باید گوش بدم تا آثار رادیو هلاکویی و رادیو 670 و ایران اینترنشنال و من و تو را جبران کنم. بله میگه اتهامات به امید دانا هم فقط گمان زنی است. من هم به او انتقاداتی دارم، ولی انتقاداتم را با گمان زنی قاطی نمی کنم. خب آخه ببینید، یه بارم گفتم، میگه اگه شما یه جایی نشستی چند ساعت اینجا بودی، مثلا برنامه کانون دوستداران فرهنگ بوده، چند ساعت اینجا بوده، یه دفعه میبینی آقای ایکس از در میاد تو، کلاه سرشه، بارون روش ریخته، پالتو برشه، بارون روش ریخته، چکمه پوشیده، چترم دستش، چترشم خیسه. شما دیگه این گمان زنی نیست، این بدونی که ببینی میدونی که بیرون داره بارون میاد، مگر اینکه این دیوانه باشه قبل از اینکه بیاد تو رفته باشه شیر آب و باز کرده باشه رو خودش، که احتمالاً داریم دیوانه های اینجور. آقا شما ویدیوهای این امید نادان رو از اول نگاه کن. بعد حالا میشد بگیم اون موقع زنش تو ایران بود، اینکه زنش هم با سبزی نمیدونم قرمه سبزی و با همه این چیزا، عکساش ببین که از فرودگاه آمده، ببین چند تا چمدون بار زده آورده، کسی که تو زندان بودن و درگیر بودن و مخفیانه فرار کردن. ولی چطور شد که بعد یه دفعه اینجوری شده که الان آقای قاسمی شده سردار قاسمی، رهبر شده؟ دیدی اونجایی رو که میگه این خامنه ای کوروشه، حتی عکسش گذاشته کورش با دمپایی هم دونم نشسته روی اون تخت سنگیش، عکس خامنه ای هم گذاشته که با دمپایی نشسته. شما اینا رو هم دیدی؟ حالا بر فرض که من سوء نیتی داشته باشم، چه تأثیری میکنه من بگم آقا من فکر میکنم یه جای اینو گرفتن، باباشو گرفتن، مامانشو گرفتن، یه چیزی ازش گیر آوردن، گفتن اگر چی کنی این عکس رو میکنیم. همون جوری که ترامپ یه چیزی، یه مدرکی دست این پوتین داره که اینجوری شده عبده و عبید و بند و فلان، این من فکر میکنم امید نادانم یه چیزی داره. دستان ممنونم دادا، زنگ بزنم؟ خب تلفن من باید آماده باشه، میخوای من به شما زنگ بزنم؟ شماره تو ببینم دارم اینجا. بله. چرا رو اسکایپ نمیای بابا جون؟ شما رو اسکایپ بیا، با صدا فقط بیا، ویدیو تو نمیخواد بیاری، چون بنده خدا کار میکنه، همه مثل ما نیستن که بیکار و بیار بگردن. بذار من ببینم اینجا، من زنگ میزنم اصلا تصویر شما رو نمیارم اینجا. اینجوری خیلی راحته. دلیلش چون اولا با اسکایپ شما میای به جای این میکروفون کوچولوی تلفن که اینم به قول دوستان میگه گذاشته زیر کونش، میدونی که سامسونگ تبلیغ میکرد به این آیفون، میگه چرا صدا بده، میگه برای که من نشستم روی دهن خودم، این دهنش صدای چیه، اینم پایینه، چرا گذاشتم پایین من نمیدونم، به جایی که اینجا باشه. به جای اون شما با یه اسپیکر به این بزرگی صحبت میکنی، این اسپیکر اگه ما صداشو زیاد کنیم بعد یه دیسکو میشه. خب بذار ببینیم اینجا ما میتونیم شما رو پیدا کنیم. آقای بها ابهری، آره اینجا شما میتونی فقط با صدا بیاد، لازم نیست که تصویرم داشته باشی مگر اینکه خودتون بخواید. و من اینجا بها ابهری رو دوتا دارم، یکیشو ولی 2 ماه قبل مثل که با شما صحبت کردم،
بذار ببینیم همینه. آره بعدش هم برای شما اون عکس رو فرستادم که گفتم باید بالاتر باشی و اینها. ببینیم رینگین. سلام کاکو. سلام آقای بها ابهری، دوست قدیمی من. آقا بگو ببینیم شما چرا فکر میکنید که آقای امید دانا، به قول من امید نادان، یه دفعه یه شبه خوابید خوابنما شد و اون صدا رو ببند. من صدایی ندارم، من صدایی اضافه نکردم. اجازه بدین اون پشت یه چیزی روشنه این بعضی وقتا. حالا ببینیم، بذارید من صفحه شما رو نشون بدم که اینجوری دوستانم بیان. اتفاقا بعدش میخواستم بیام سراغ شما و ماجرای تلگرام و اینها. یک من فقط حد اکثر یه رو خدمتتونم. من اصلا ساکت میشم، شما صحبت کن. چقدرم خوب کاری کردی که امروز آمدی و یک کمک به حال من شدی. بفرما. من مخلصم، من فقط یه رو به حد اکثر من یه باشم. بله مکسیموم 20 دقیقه اگه بخوام. بفرما. نباشم بگیم. خیلی ممنونم که زنگ زدید. الو. ای بابا مثل این که ببین عزیز من، من فکر کنم شما روی این تلفن یا آیپدی که هستین دو سه تا برنامه با هم روشنه، اونا رو باید ببندی. شما به من زنگ بزن. بله ببخشید دوستان، این ماجرای اسکایپ که به نظر من میتونن درستش کنن اینه که مثلا فیسبوک اگه شما قبلش با دوستتون تماس گرفته باشید، میکروفون و دوربین شما رو در اختیار خودش گرفته. بعدن که اسکایپ میاد اینجوری نیست که حالا که این روشن شد این بگیرد شو، باید بری بهش بگی این میکروفونو با اون وردار. خود ما اینجا بهش میگیم میکروفون شماره 3، میکروفون شماره 7، اسپیکر شماره 2، اینترنال اسپیکر، اسپیکر داخلی. اینها اعتماد امید دانا گمانزنی، اینو گفتیم. امید دانا فقط میخواد مطرح بشه، حتی اگر در رسانه ها به او فوش خار مادر بدن. نه آقای اکبری، یه موضوعی از این بالاتره. اولا موضوع این که ایشون به نسبت اونای دیگه که سوئد هستن خیلی زودتر تونست بیاد کانادا. دوم این که خب این میتونست با همون صحبت ها و طرفداری های رضا پهلوی و نمیدونم فرد دیبا و اینا معروف باشه و معروف هم بود خدایش. یه چیزی میلنگه. حالا کی معلوم بشه چی بوده ماجرا، اونو اون وقتا میگفتن شما زنده و ما مرده. حالا امیدوارم آقای بها ابهری همه چیزا رو خاموش کنه، فقط اسکایپ رو روشن نگه داره و با اسکایپ با ما تماس بگیره. اتفاقا پریروز باز صحبت بود با آقای بها ابهری و یه وبسایت ایشون 4-5 تا وبسایت داره خیلی فعال، من نمیدونستم 4-5 تا وبسایت، یه وبسایت برای من فرستاد و همون اول برنامه‌ام گفتم، گفت این موضوع رو بخون و اینا. راجب اون خانمی بود که با آب و تاب و من شوربختانه سر کار هستم، انگار همه ما شیرین بختانه سر کار نمیریم و برید ایرانیا فلان کنید اینها، که این جلالی تهرانی احمقم، این مهدی جلالی ماها که از قدیم میشناسیم میدونیم این با زنش اینا از ایران اومد، اینم کارش اشکالایی داره. بعدم رفت نیویورک و اینا. بله بذار ببینیم. بله اوکی اوکی آها. خب آقا من تصویر شما رو نشون نمیدم، فقط صدای شما رو پخش کنم. بفرمایید. سلام بر شما و همه بینندگانتون. جناب سوربی، من دلیل این که به اصطلاح مرتب مزاحم شما میشم اینه که شما رو بسیار صادق میم. همه ماها اشکال داریم، من خودم هم خیلی اشکال دارم، امید دانا هم خیلی اشکال داره، ولی با گمان زنی نمیشه چیزی رو گفت، به خصوص وقتی که مربوط میشه به صدا و اینا، چون میدونین هورمونای ایکس ان وای ماها، همگی ماها یه مقداری مسکولن هستیم یه مقداری فمینن و اینا تو هر دو وجودمون هست و
و یه چیزایی هستش که از عهده ما خارجه، حتی بر فرضی که شما اگر درست بگید نباید علیهش استفاده کنید. مثلا فرضتون هم حتی درست نمیدونم، چون خیلی از مردا هستن که حرکات دستشون و اینا ممکنه فمینن باشه ولی اصلا هم مثلا هموسکسوال نباشن، و اینم اگرم بودن تازه عیب نیست. بنابراین ازتون میخوام از این یه مورد علیهش استفاده نکنین. چشم. در مورد خواب نما شدن هم ببینین، تغییر و تحول رو باید هم در خودمون بپذیریم و هم در دیگران. ایشون میگه شما دیدیش، من میگم حداقل 3-4 ماهی که آشنا شدم همه ویدیوهاشو دیدم. بله. از سر تا ته، و میدونم هم میگه که به اصطلاح متحول شده. تحولش هم به خاطر زدگی از خیانت رضا بازا به قول خودش میگه، یعنی پهلوی طلبان به قول من یا سلطنت طلبان به قول خودشون. به هر حال اگر این رو میگه، تا زمانی که ما ها نتونیم پیدا بکنیم یه سرنخایی که این رو واقعا مدرک باشه، چون دو سه تا از دوستای اولیش که باهاش شروع کردن همش در این باره هم گمان زنی میکنن، اینا صحیح نیست. ما باید من هم الان مثل اون معتقد هستم با اینکه سپاه رو قبول ندارم، با اینکه خامنه ای رو قبول ندارم، ولی نابودیشون هم نمیخوام. نابودیشون رو از عقاید پلورالیستی دور میدونم. حذف و سرنگونی رو دفعه پیش بهش شما گفتم، من اصلا حذف رو از فرهنگ سیاسی ایران فکر کنم باید حذف کنیم. بنابراین نمیتونم مثلا بگم چون داره میگه خامنه ای رهبر ایرانه، اون عقیدش اینه که آقا من سلطنت طلبم، خامنه ای هم الان پادشاه ایرانه. پادشاه ها مگه چجوری قدرتشون رو به دست میگرفتن تو ایران؟ هیچی، یه تعدادی طرفدار دور خودشون جمع میکردن و با اون طرفدارا قدرت رو میگرفتن دیگه. و اینم میگه حالا تصادفا پادشاه خوبی هم هست، من اینم باهاش معتقدم، من ضد خامنه ای هم ولی معتقدم پادشاه خیلی خوبیه. چون شما نگاه بکن به 20 سال پیش اینا برنامه راداری ساختن، برنامه راداری ریختن که الان راداراشون پیشرفته ترین رادارهای دنیا هست. موشک، برنامه موشکی ریختن، برنامه پاسداری نیرو دریایی رو. ببخشید، هفته پیش بود بها یه خبری آمده بود بیرون که چرا ترامپ به ایران حمله نکرد و از دو تا به اصطلاح اسلحه سری که دیگه الان نه، از اون صحبت شد. اینم حتما شما خوندید راجبش اینا. بله بله، حقیقت هم داره. امیدانا هم دو سه ماه پیش چند تا برنامه ساخته بود، با یه آدمی هم صحبت میکنه از داخل ایران، یه درجه دار ارتشیه، ولی وقتی که بهش گوش میکنی میبینی به یه درجه دار ارتشی اینقدر اطلاعات داره، تمام مثلا هواپیماهای روسی و هواپیماهای آمریکایی رو میشناسه. در این که ایران موشکش بومی بوده که هیچ کس شک نکرده که همین موشکایی که قرار بود فوتوشاپ باشه به قول اپوزیسیون. حالا بومی یا روسی؟ بومی، نه تمام این موشکاشون بومیه. آقای بها، چون شما گلوبال هاک رو زدن، موشک بومی ایرانیه، تصفه از موشک پیشرفته ترینش هم نبوده. بله. با موشک چون... درجستشون زدن گلوبال هاکو. بله. اصلا دیده شدنش، دیده شدنش، چون ارتفاع 50,000 فوتی ارتفاع خیلی بالاییه، دیده شدنش بدون رادارهای مهم و دقیق محاله. اینا نه فقط اونو دیده بودن، هواپیمای همراهش، هواپیمای محافظش، اون رو هم دیده بودن. خب ببینید آقای عبهری، همینجا شما صبر کنید، از حکومت جمهوری اسلامی این آخوندا که وقتی کارتر سر کار بود و اون ماجرای تبس ایجاد شد و اینا گفتن خدا طوفان شن آفریده و بعد معلوم شد که روسیه و اینها بودن، اینه که روسیه دیگر... چیه؟ تبس شن بود، طوفان شن بود عزیز من، روسیه کجا بود؟ خب اینا میگن، ولی اسنادی که بعدن اومد بیرون، اولین باره که میشنفم که روسیه هم تو ماجرای تبس دست داشته. به خب بلاهه. حالا چون شما وقتی ما برنامه داریم لطف میکنید یکی از اونایی هستید که نظر میدید، نظر خانم دکتر جیلانی و آقای اکبری، که خانم جیلانی از پاریس و آقای اکبری هم از آلمان هستن، بشنوید. خانم جیلانی میگه خاندان پهلوی او را دفع کردند شدید، آخرش اینطوری شد. آقای اکبری میگه قربونت بشن، تغییر و تحول درست، ولی دیگه نه 180 درجه. شما نظرتون در بله. همین شما بپرسین. آقا من میفهمم که دارم میخوام برم
اونوری بعد میبینم 180 درجه عوضی میرفتم. چرا نباید اینقدر اوپن مایندد باشیم که 180 درجه هم تغییر مسیر بدیم؟ آها بله، نه این حرف آقای اکبری، ضمن احترام آقای اکبری، اینه که ماها فکر میکنیم مثلا تغییر خیلی چیز بدیه. میگن یارو ملون المزاج، از قدیم ها میگفتن، میگن یارو مثلا هر لحظه عقیدهشو عوض میکنه. بابا این خیلی خوبه، کاش منم بتونم به محض اولین انتقاد خانم جیلانی یا آقای اکبری بتونم درک بکنم حرفشونو، بتونم بفهمم حرفشونو، و اگر فهمیدم جهتمو عوض کنم. شما خودتون به من گفتی توی سالهایی که گذشته، مخصوصا اون دوره‌ها و کلاس‌هایی که می‌بینی و اینا، گفتید خیلی به اصطلاح تغییر کردین از لحاظ فکری، از لحاظ عمل و اینها. خانم جیلانی، چون شما گفتید خب شما به عنوان ایرانی افتخار می‌کنید، ایشون نوشته که ببخشید، وقتی قدرت آنها قدرت ملت نیست، فقط برای حفظ قدرت خودشان هست، پس افتخار ندارد. باید خب جواب میدیم همینو. خب بفرمایید. همین نوشتم، بفرمایید شما. آها، این که قدرتشون قدرت ملی نیست، باید تبدیل به قدرت ملیش کرد. باید از همین پتانسیلی که وجود داره، از همین چیزی که هست، آدم عاقل نمیاد سرمایه خودشو قمار کنه. آدم عاقل با همون سرمایهش دلش اضافه میکنه. این به اصطلاح چیزایی که داره میسوزه، 731 بانک در ایران آتش زدن. حالا تعداد آمبولانس ها اینا رو نمیگم. توی یکی از این سایت های جعلی به نام مجله خبری خوشحالی میکنن، کنسولگری نجف هم آتیش گرفت، فلان کرد. تو اکثر سایت های اپوزیسیون خیلی هم خوشحالن. بابا اینا سرمایه ملیه. اولا اینا اکثرا مثل خانم جیلانی نمیدونن که در ایران اینا ساده نیست. کارگر پمپ بنزین اومده جلوشو بگیرن، وزیر کشور میگفت اومده جلوی کارگرا رو بگیره، جلوی این اغتشاشگرا رو بگیره، نازل بنزین رو گرفتن روش، همراه پمپ بنزین آتیشش زدن. کارگر شهرداری اومده، این یکی دیگه فیلمش هست که اومده بهشون آب تعارف کرده، هی گفته بابا اینجا شهرداری مال بیت الماله، اینجا چیزی هم نداره، این ساختمون خالی مال مردم هم هست، اصلا آتیش زدن نداره. این با تیر، با تفنگ زدنش، کشتنش یارو رو. ببینین اینا رو چرا ماها خبر نداریم و این قضاوت ها رو میکنیم؟ بستگی به فرهنگ سیاسی ماها داره. ما در یک دایره های بسته ای از اطلاعات و اخبار خودمون رو محصور میکنیم، جز اون نمیشنپیم، بعدم میایم اظهار نظر میکنیم. یعنی چی مال ملی؟ اینا هم بخشی از این ملت هستن، اولا، دوما سر کار هستن، سوما سازنده و خلاق و تولید کننده هستن. یعنی چی ما قدرتشون بده؟ نه، اصلا شما ها قدرت اینا رو اولا به خوبی باید بشنفین، و همین که کوتاه اشاره کردم کافیه. من فکر میکنم دستشون پره. من فکر میکنم اگر آمریکا میتونست حمله بکنه و از یک جنگ جلوگیری کنه، مثلا فقط بزنه و بره، میزد. و تمام پنتاگون مخالف جنگ بودن، مخالف جنگ هم هستن. تنها چیزی که اینا به فکرشون رسید این بود که بیان برن از طریق عربستان عراق رو شلوغ کنن. تو عراق شما ها اگر نمیبینین، من میبینم پول میدن برای این تظاهراتی ها، پول نقد رو با خودشون حتی تو محل تظاهرات میارن، ساندویچ میدن، امکانات میدن، پوشش خبری میدن که شما ها میبینین. اون چیزی که شما ها میبینین پوشش خبریه که اونا براشون فراهم کردن. عراق حتما یه تعدادی ضد خامنه‌ای داره، ولی اگر راست میگین برین اونا رو مجاب کنین که ثروت عراق رو به آتیش نکشن. تظاهرات مسالمت‌آمیز از نظر من هیچ اشکالی نداره، اگر با اجازه باشه بهترم هست از این که بی اجازه باشه. ولی بی اجازه هم حالا میخوان تظاهرات بکنن، تظاهرات مسالمت‌آمیز بکنن. ولی آقای ابهری، وقتی که 40 سال گذشته ما ندیدیم که دولت اجازه بده، خب چجوری خودشون هر وقت میخوان جان مسالمت‌آمیز بکنین؟ ما رو میخواین تظاهرات بی اجازه بکنین؟ گفتم اینا
که مسالمت آمیزش رو بکنید. این که بیاین بانک و آمبولانس و بابا 34 تا آمبولانس رو با تمام تجهیزاتش آتیش زدن. تو خود عراق من دیدم یکی از همین که اینا ایمینا فوش میدن حشد و شبیه مجروح شده بود، تو آمبولانس بود. این شیوه های داعشه. تو ایران هم شیوه های داعشه این روزا، تو عراق هم شیوه های همون داعشه. ترس و محیط ترس ایجاد کردن، یارو رو گرفتن از آمبولانس کشیدن بیرون، کشتنش، برادرش هم کشتن. آخه بابا این اصلا مخالف کنوانسیون ژنو، دوستان اپوزیسیون ایرانی که میگین ملی نیستن، اونا ملی هستن، ما ملی هستیم. بله. نه، شما هم بیشتر ملی نیستین از اونا، اونا ملی تر از شما هستن، معذرت میخوام، چون حداقل یه چیزی ساختن برای ایران. این رو میشه حفظش کرد، نجات داده، بعد از اینم باید ایران رو نجات بده و تنها راهش و بهترین راهش اینه که یه راهی به سوی پلورالیزم ملی بومی. بله. وقتی اگر پلورالیزم بومی باشه نمیتونه اینا رو شامل نشه. این پلورالیزم به ایرانی چی بگیم؟ همه‌گرا چی بهش میگیم؟ ما نمیفهمم. به فارسی چی؟ استفاده از خرد جمعی. استفاده از خرد جمعی برای ایجاد یک حکومت جمعی. بله. خیلی ممنون. حالا من به دوستان اون وبسایتتون اگه لینکش بفرستید اینجا میگم که اتفاقا شما قرار گذاشتید که اونو فعال کنید، و بعد میخوام در رابطه با تلگرام هم صحبت کنم، مثلا چون شما پرسیدید چرا استفاده نمی‌کنی، براتون نشون دادم که مثلا وایس آف امریکا 6000 تا. خب آقا روزی میدونی ای کاش اینا محدودیت داشت. من یکی از چیزایی که از توییتر خوشم میومد این بود که میگفت 141، حالا بعد دو برابرش کرد از بس این ترامپ زیاد مینوشت و اینها، و واقعا آدم نمیرسه. یعنی از خودت سوال میکنی اینی که میفرسه منظورش چیه؟ منظورش اینه که من بخونم یا نخونم؟ ویدیویی که میفرسه منظورش اینه که من ببینم یا نبینم؟ بعد به یه جایی میرسید که شما میبینید اصلا امکانش نیست. بعدم اگر من قرار باشه تلگرام داشته باشم، آقای ابهری یه چیزی بفرسه، ایشون اسوم کنه یا تصور کنه که من گرفتم و دیدم ولی من جواب ندم، اصلا یه دنیای بی‌نظم میشه که الان شده. من برای داداشم تکس میفرستم، از که میگم جواب ندادی، میگه آقا اصلا به دست من نرسیده. نگاه میکنیم میبینیم نرسیده. یعنی اینا رو 100% روش اطمینان نکنیم. اون لینک رو لطف کنید اینجا بذارید. و دیدم که من میدونم شما 4-5 تا وبسایت فعال دارید. چرا 4-5 تا؟ چرا نه یه دونه فقط؟ ببینین یه دونه هستش که lookingfortruth.org که من همه ارتباطاتم رو از اونجا انجام خواهم داد در آینده نزدیک. یعنی به هر کسی حتی جوابشونم ببینم جواب نخواهم داد. حالا یه مدتی این مسئله مشکل برای من ایجاد میکنه. نه نه در نه یه پیشنهاد شما میتونید، ایران شما میتونید یه جواب اتوماتیک بذارید. هر کی به اونجا نوشت، نمیدونم شما دیده بودید یا نه، منم نوشته بودم گذاشته بودم که من چون نزدیک به 20000 نفر این ور اون ور دارم، فقط از این طریق به شما جواب میدم. اینجوری دیگه طرف میدونه که اونجا من میخوام مسئله حل بشه با کمک همین خانم جیلانی، با خوراک همین آقای اکبری یا آقای لادن یا شما، مسئله ایران حل بشه. بنابراین اون وبسایت‌های متعدد که فرمودین، اول بذارین اجازه اونو بدم، با اجازه اونو بگم. وبسایت Looking for Truth به این نتیجه من رسیدم که از راه مشارکت در انجام کار نیک ما میتونیم نهاد مدنی بسازیم. اینجا دیروز برای یکی از دوستان میگفتم همه این بیمارستان ها رو که نگاه بکنی یه وال آف آنر داره. اینا کسانی هستن که بیمارستان رو شروع کردن، ساختن، ریشش انجام کار نیک بوده. حالا الان مثلا دست این چینا افتاده و پروفیتیبل شدن و یه مقداری، ولی باز هم نگاه بکنی توش پر از داوطلبه. این داوطلبا هستن که نرخ بیمارستانا رو پایین نگه میدارن، کمک میکنن، بررسی میکنن، انرژی میدن به مریضا، به بازدید کننده های مریضا. تمام چیزای به اصطلاح غرب، تمدن غرب بر اساس مشارکت در کار نیک انجام شده. یه نفری داشت آمریکا به نام جان مور، صد و چند سال پیش، 140 سال، 150 سال پیش شاید، الان دقیقشو نمیدونم، ایشون اومد باید ماها کانسرویشن رو در آمریکا
ایجاد پارک های ملی رو در آمریکا خواسته خودش قرار داد و یه نهادی رو درست کرد به نام سیرا کلاب. بله. من 30 چند سال عضو سیرا کلاب هستم. شما 19 دلار میدی ولی در انتخابات ها کمکت میکنن، میگن فلان نماینده ضد محیط زیست کار کرده بهش رأی نده، یا به فلان نماینده که طرفدار محیط زیسته رأی بده. این اسمش میشه نهاد مدنی، بر اساس انجام کار نیک با شرکت همه تشکیل شده. یعنی شما نگاه بکن به اونایی که به سیرا کلاب کمک میکنن، ممکنه مثل من مسلمون باشن، ممکنه یهودی باشن، ممکنه مسیحی باشن، ممکنه اصلا اگناستیک باشن، ممکنه حتی ضد دین باشن. من در این که در انجام کار نیک حتی آدمایی که ضد دین هم هستند شک ندارم که خوشحالشون میکنه. خب آقا خیلی ممنون آقای عبری. اجازه بدین چون این همشهری ما آقای پدرام طنازی که نمیدونم چرا اینجا اسمش گذاشته پدی، پدی برای آمریکایی‌ها چیز خوبی نیست، نوشتن که شما بفرمایید چگونه میشه با اینها برخورد کرد. همون موقع هم خانم جیلانی نوشتن چه حرفا مسالمت‌آمیز چیه، این حرفا چیه. یعنی اینها پیشنهاد میکنن مثل آقای ماسالی با اسلحه بریم سراغ مردم، بیان بریم سراغ آخونده. خب من براشون فقط آرزوی هدایت میکنم، من اسلحه دست نمیگیرم علیهشون و اون رو هم تشویق نمیکنم، ولی خانم جیلانی بدونه اگر میخواد اسلحه علیه کسی به کار ببره، برای اون طرف مقابلش میشه حق دفاع دیگه. میدونین چی میگم؟ من علیه خانم جیلانی اسلحه دست نمیگیرم، فقط براش دعا میکنم و از خدا میخوام که هدایتش بکنه. از خودش هم میخوام که از خدا هدایت شدن رو بخواد، اگر خدا رو قبول داره. اگر خدا رو هم قبول نداره باز اوپن مایندد باشه که نظرات دیگران رو بشنفه و اگر لازم شد 180 درجه هر تغییر جهت بده، هر 180 درجه رو تغییر جهت بده و 179 اش هم نکنه. خیلی ممنون. آقای بها عفری رو داریم دوستان، من فیسبوک ایشون رو نشون دادم، با ایشون در تماس باشید. سعی میکنم بیشتر با ایشون و نظرات ایشون آشنا بشید و یادتون باشه که دوستانی هستن که هم به اصطلاح نظر دارن و هم نظرشون مخالف نظر من و شماست. باید با این دوستان هم خیلی دوستانه به اصطلاح صحبت کنیم و نظراتشون بشنویم. خیلی ممنون که با ما بودید آقای عبری. جانا سخن از زبان ما گفتی، همین آخری شما مخصوصا که آره، دمت گرم، مرسی. ان شاءالله با امید همکاری بیشتر اون لینک راه حل هم براتون میفرستم. مرسی عزیزم. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید اگر صحبتی دارید، نظری دارید، در برنامه های تلویزیون مردم عنوان کنید. و اما آقای پدی طنازی آمده، این اسم نوشتن ما ایرانی ها هم خیلی واقعا اسف انگیزه. مثلا دیدم خانمه اسمش پریسا هست، نوشته پری بعد اون بر نوشته سا. من نمیدونم شما اینو نوشتی برای ایرانی ها یا نوشتی برای آمریکایی ها، نوشتی برای اروپایی ها. میدونم که مخصوصا آمریکایی ها اروپایی ها اینا خیلی تنبل هستن توی زبان یاد گرفتن، خیلی تنبل هستن توی اسم ما رو یاد گرفتن و اینها، و ما بعضی وقتا مجبوریم اسمایی رو که اینها آسون ترشونه بگیم و اینها، ولی این در پایان به ضرر ما تموم میشه. همدیگر رو گم میکنیم و دیگه نمیتونیم همدیگر رو پیدا کنیم، مخصوصا وقتی که آقای طنازی همشهری ما میاد عکس گل و بلبل و توتی و گیاه میذاره به جای خودش. آقا فیسبوکه، شمایی که میگی آخونده باید قانون رو رعایت کنه، فیسبوک از کتاب درست کردن از عکس صورتهای من و شما. خانم جیلانی میزنی مینسی جیلانی، بعد نگاه میکنم میگم بله ایشون با من هم کلاس بوده میشناسم. ولی اگه خانم جیلانی رفت نمیدونم عکسی آهو و غزالی رو گذاشت، این باعث میشه همدیگر رو گم کنیم. فلسفه پیدایش فیسبوک رو ما خراب کردیم. بمانه بریم سراغ آقای سهراب چمنارا. ایشون یه ویدیویی دیروز برای من فرستادن که ما امروز صبح گذاشتیم روی فیسبوک و برید ببینید. میگن که مشکل ما شیخ و شاه و شهنه است. این شهنه رو من خیلی شنید بودم ولی تا حالا معنیش نمیدونستم. اینجوری که ایشون توضیح میده منظورشون لباس شخصی ها رو
میگن شهنه، حالا از کی اومده نمیدونم. بله، میگن که این عکس ستاره اسرائیل است. آقا مهم نیست ستاره کدوم قبرستون باشه، شما چرا حرف من متوجه نمیشی؟ من میگم این پدی طنازی باید عکس شما باشه، حالا ستاره داوود نذار، ستاره نمیدونم هیبرو رو بذار، به من چه؟ اون زیرش بنویس. چقدر ملتی هستی؟ آمریکایی‌ها پتی میگن ولی اسپانیایی‌ها پدی میگن. آقا بهشون بگو پدرام اسم منه، عشان بنویس پدرام، حتی تلفظش رو توی پرانتز بنویس PEDRAAM، یعنی نگید پدرام، بگی پدرام. یادشون بده. چجوری شما میخوای با 80 میلیون ایرانی آرگیو کنی و همه رو میخوای یاد بدی، ولی به یه آمریکایی که میرسی فوری اسم خودت عوض میکنی، اون بهت میگه پتی، اون بهت میگه پدی، همه رو قبول میکنی، بگو نه آقا اسم من اینه. بله، تنها راه تغییر رژیم مسلح شدن مردم تا نابودی و نابودی ولایت مدارانه. آقا کی مسلح بشه؟ از کجا؟ اینایی که مسلح شدن بعدن قدرت که ولایت مدارا رفتن کی تقسیم میکنه؟ آقا طنازی پا میشه از اروپا میره ایران، میگه آقا تو دوتا اسلحه داری، تو این دوتا شهر رو داشته باش، تو شیشتا اسلحه داری، تو شیشتا شهر رو داشته باش. آقا این حرفا چیه؟ من میدونم شما جوانتر از ما هستی، ولی این حرفایی که میزنی خیلی بوی بی تجربگی میده. کجای دنیا دیدید که با اسلحه پیروزی به دست آورده باشن یه شبه تبدیل شده باش به دموکراسی؟ تق 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 همه رو کشتیم، اسلحه ها رو خاک کنیم، دموکراسی پیدا شد. بریم سراغ آقای سهراب چمنارا. آقای سهراب چمنارا همه دقتش اینه که میگه قانون اساسی باید عوض بشه. بارها هم گفته، میگه نگاه کنید شما قانون اساسی، اونایی هم که از مشروطه و سلطنت و اینا چیز میکنید، اولا دوتا پادشاهی که قانون مشروطه رو زیر پا گذاشتن پادشاهان پهلوی بودن. این حالا قاجار و اینا نمیدونم چند سال از حکومت اونا اصلا مشروطه بوده نبوده، بعد اونا اومده نمیدونم، 110 سال هست این صحبت از مشروطه است، ولی دو سه نفر تا حالا این حرفو زدن، یکیش دکتر نصر اصفهانی بوده، یکیش این آقای سهراب چمنارا. میگه قانون مشروطه رو بردارید، هر جاش نوشته شاه بنویسید آخوند، هر جاش نوشته شاهنشاه بنویسید آیت الله، بعد نگاه کنید ببینید حالا قانون جمهوری اسلامی بهتر یا این. این آقای سهراب چمنارا میگه. خیلی هم شماها را به مناظره میطلبه، به چالش، دیبیت، این گویو این میدان. اجازه بدید من خاموش کنم این اسکایپ رو که دیگه دوستان زنگ نزنن، صداشم بستیم و بریم. بله، گل نیست، حالا گل نباشه، هر چی باشه، اون چیزی که مهمه بنده عکس شما رو نمیبینم. خود من که شما رو میشناختم از چند سال پیش و قرار بود نمیدونم برنامه هایی داشته باشی، قرار بود کمک کنی، اما شما به حرف خودت هم باور نداری. شما به یه نفر که هم شهریت قرار بود یه کمک بکنی، نه پولی نکردی، یه برنامه یه عکسی درست کنی. شما همینجوری از روی بیکاری، همون چیزی که گفتم 15 کاری که افراد فقیر انجام میدن در حالی که ثروتمندان انجام نمیدن، یکیش تماشای تلویزیونه، یکیش وقت کشی به وسیله تلویزیونه، نه کتاب خوندن. چون تلویزیون شما رو تو زمان حال نگه میداره، شما رو اجازه نمیده از فردا با خبر بشی، شما رو اجازه نمیده از دیروز مطلع باشی، و همه ما اسیر شدیم. اگر بنویسیم آقا شماره تلفن اینجاست بعدن زنگ بزنید، یه دونه زنگ نمیزنن. اگه بنویسیم شما خبر رو از کجا دریافت میکنی، یه نفر نمینویسه. ولی الان اگه تلفن رو باز کنیم 100 نفر میان پشت خط صف میبندن، یکیش میخواد فوش خوار مادر بده، یکیش میخواد راجع به طلبکاری نمیدونم فلان بگه، یکی میخواد راجع به شوهر ننش بگه و الی آخر. بابا طرف فعال سیاسیه، همسر خانم، همسر آقای جابر کلیبی. آقا بنده یه چیزی میذارم برنامه امروز، این اتفاقا این پدی میپرسه برنامه امروز چیه؟ تو که چند سال برنامه منو میبینی، برنامه من تیتر به خصوصی نداره، تاپیکی به خصوصی نداره. اینها این از این بالا. آقای پرویز مینوی فوت شد، 15 کاری که افراد انجام میدن، حسن ارشاد برنامهش فلان، آقای کامران قادری چه خبر از ایران، شاه ایران دوباره به سعودی برگشت. حالا من خودمش میگم موضوع برنامه امروز، شما یا وقت داری میشینی نگاه میکنی یا وقت نداری. اگه وقت نداری که چرا داری خودتو علاف میکنی؟
اگرم وقت داری بشین نگاه بگذاری. خب کامران آقای سهراب چمنارا گفتم اگه کسی حوصله داره و میتونه دانشی داره که با ایشون مناظره کنه، میتونیم از این طریق تلویزیون این امکانو بذاریم روی این سکوی این به اصطلاح ارتباطی با هم در تماس باشیم. و اما بله ایشون گفته قانون اساسی جمهوری اسلامی بهتر از مشروطه است، آقای سهراب چمنارا. و این جلالی تهرانی، مهدی جلالی تهرانی، اصلا یه آدم افسرده، بچه آخوندیه که اینجا با پول این و اون، اگه یادتون باشه این کسی بود که پول زیادی از یه نفر از دبی گرفت و تلویزیون آپادانا یه دفعه برنامه‌هاش اینجور و اونجور که بعدن گندشون هم بالا اومد. بله خانم جیلانی میگه در فرانسه هیچ کس تلویزیون نگاه نمی‌کنه. خب به خاطر همین مردمش پیشرفته هستن. من این ویدیو رو براتون میذارم، 15 کاری که افراد فقیر انجام میدهند در کاری در حالی که ثروتمندان انجام نمیدهند. بذارید همه الان پیداش کنم، چون اگه بگذره طبق هم فلسفه خودمون که ما ایرانی ها تنبل هستیم، اکثر ما ایرانی ها تنبل هستیم، این کارا رو انجام نمیدیم، من هم این کارا انجام نمیدم. حالا براتون میارم. آره این خانم جابر کلیبی، ما میان برنامه میذاریم، ایشون قرار نظرش بنویسه، چون طرفدار ندارن بیننده ندارن، میاد برنامهشون رو میذاره تو اون نظر. آخه بابا اینا آقا میخوان برن آخوند رو بگن قانونی باش، از سر تا پا غیر قانونی هستیم. 15 کاری که با سلام این فکر کنم این باشه، بذارید ببینم اینه. نه این چرا اعتراضات مردم بر علیه نظام عقیم میماند. این آقای بیژن سفسری، بیژن سفسری کسیه که پول همه رو خورده، از پول رادیو تلویزیون مردم بگی تا پول وکیلش، تا پول چلو کبابی، پول همه رو خورده. حالا این میخواد بگه چرا اعتراضات مردم بر علیه نظام عقیم میماند، برای یه پدر سوخته مثل تو که همینجا هم که اصلی قول میدم از آخوند مخوندا. این برید بخونید راجع به بیژن سفسری، این کارچاق کنه رفسنجانی بوده. خب وقتی اینا نظریه میدن، معلومه که ما نظریه‌مون به گل میمونه. دارم دنبال اون 15 کار میگردم که ببینم میتونم پیداش کنم یا نه. ایرانیان در 40 سال گذشته چقدر در سیاست رشد فکری داشتن؟ جامعه شناس مقیم ایران گفت به زودی سیل 10 میلیون گرسنه ایرانی همه چیز را ویران میکند. اینم از این ناامید و مسئولین نظام. عجب. بله از این برم کانون دوستداران فرهنگ ایران برنامه میذارن، مثلا موضوع میزگرد، شرایط همکاری گروه های سیاسی برای حمایت از مبارزات درون ایران. آقا تموم شد، دوباره بدبختا بریم بشینید تا ایرانی های بیچاره در ایران بیان تو خیابونا و از شما عقب افتاده ها نمیدونم جنبش گراز درست کنید، جنبش فلان. اتفاقا این جلالی عقب افتاده هم همین رو میگه، عوضش کردم. آفرین باریکلا. بفرما ما میاد تبلیغ مجانی برای پدرام تننازی. پدرام تننازی ماهی هم میگیره، چه ماهی هایی. بفرما اینه. آخه حیف نیست که شما اسم به این قشنگی ورداری عوض کنی بذاری پدی. این خانم آقایون، این صفحه آقای پدرام تننازی، همشهری منه، جوونه، آدم بدقولی است. چندین بار هی گفت این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، تا امروز هیچ کاری نکرده. خب بچه دار نمیشن. من متوجه نمیشم چرا بچه دار نمیشن. منظورتون فرانسوی ها هست؟ لابد میشینن کتاب میخونن. نمیدونم، وقتا میگفتن تلویزیون آدم ها رو عقیم میکنه به خاطر که میشینن وقتشون رو میذارن با تلویزیون اینها. در هر صورت دو سه تا چی میخوام بهتون نشون بدم. یکی این آقا رضا، کی اسمشه اینجا نوشتم، آقای انصاری، یه ویدیویی برای من فرستادن خیلی جالبه. کدومش هست نمیدونم. ببینید الان مثلا من زدم رضا
انصاری 6 تا رضا انصاری اینجا نشون میده، ولی اگه عکس باشه من میدونم که اون آقا رضا رو ما میخوایم. یکیش عکس سگ گذاشته از تهران ایران، London School of Business and Finance. یکی دیگه آقای رضا انصاری، نه اینم نیست. آها این یکیه. بله این ویدیو رو نگاه کنید یه لحظه، صبر کنید بیارم براتون. ببینید طور خدا این آقای جلالی با آب و تاب چی داره میگه. خب وقتا میگفتن تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ ولی خب لالایی رو معمولا یکی دیگه باید برای کسی بخونه، ولی همه ما لالایی بلد بودیم، خودمون که نمیخوابیدیم بگیم اوکی لالایی. این از این، این قیافه شما میشناسید سال هاست. از تلویزیون رنگارنگ شروع کرد، بعد رفت سان فرانسیسکو و رفت کالیفرنیا، الان هم فکر کنم تو نیویورکه. هر کی بهش پول بده ایشون براش حرف میزنه این برو بر. بفهم ببینید چند تلویزیون ایرانی ها درست کردم. ما اپوزیسیون درست میکنیم، کنگره ملی، شورای ملی، وحدت ملی، همبستگی ملی، از این حرفا زیاد میزنیم، کلمه ملی به کار میبریم. چهار نفر رو نمیتونیم متفاوت بکنیم، از یک کلمه ملی استفاده میکنیم، ولی چهار تا آدمی که با ما نظر متفاوت داشته باشن رو نمیتونیم متقاعدشون بکنیم و پای یک پروژه مشترک کنار هم بیاریمشون. بعد بیانیه میدیم، امضا جمع میکنیم، که ساده ترین کارا دیگه. تنها موضوع اینه چیزی از ما خواسته بشه که مجبور نباشیم از جلوی فیسبوک و اینستاگرام و تلگراممون بلند شیم، مجبور نباشیم لباسمون رو بپوشیم مثلا تو خیابون بریم. خب دوستان این آقای تحلیلگر سیاسی بچه آخوند چیزی جدیدی به من و شما گفت، این چیزی که هممون میدونیم. سربی هم که سواد سیاسی نداره میگه آقا همه این جنبش ها جنبش تنبونیه، هوا گرم باشه جنبش شورته، با شورت اومده نشسته حرف میزنه بعدم میره. همین امید نادان بیچاره یه دفعه تلفنش رو اینا میفته بلند میشه تلفن رو بگیره با شورت نشسته جلوی چیز. یادم این آقای هوشنگ رادخو میمد پاشم میزد زمین میگو به یزدان من کت شلوار و کراوات میپوشم و پوتین میپوشم وقتی برنامه میذارم. گفت آقا مثل اینه که شما تو حالا هر شهر آمریکا باشی لباس ارتشی بخری و بپوشی بخوابی بگی من آماده، در حال آماده باش خوابیدم برای ایران. این بچه آخون که برید ببینید سابقهش، حتی روابطش با زنا و دوست دخترها و اینا چه افتضاحیه، چی داره میگه. و خود احمقش ببینید جزو عضو و جزو چند تا از این جنبشای ملی بوده، حالا اومده به شما میگه این جنبشا اینجوریه، من و شما هیچ کاری نمیکنیم مگر اینکه نشسته باشیم جلو تلویزیون. خب سو وات، حالا چه باید کرد؟ پس نمیشه به این امیدوار بود، به امید دانا نمیشه امیدوار بود. به اون همشهری میرم گفتم آقا این چیه که شما میگه امید دانا باعث شده خیلیا؟ کی اصلا به کسی اعتماد داشته که حالا بخواد به خاطر این عوضیا اعتمادش رو از دست بده یا قید اونها رو بزنه؟ اوکی. خود این آقای جلالی خودش چه کار میکنه؟ این کرخه زگهواره تا گور دانش بجو، پول مفت این ورور پیدا میکنه، هی میره مدرسه. این من هرچی آدمه، این نگاه موهاش سیاه رنگ زده نکنی، این از همه ما پیرتره، ولی همینجوری از روز اولی که میاد دخترای جوان تو دانشگاه ها نمیدونم این بدبختا رو کجا تور میکنه، همینجوری داره مدرسه میره. دیگه الان چند سال ازش خبر ندارم، ولی تا قیافش دیدم دیدم یه آدم کوتوله اینقدی هم هست و سوء استفاده چی. من همین یادم این خانمی بود اینجا، خانم مقدسی، که شوهرش دکتر مقدسی میخواست حزب ملت ایران یه همچیزی را بندازه، به من زنگ زد گفت ما یه پولی میخواییم بدیم به شما اینا. گفتم من پول نمیخوام. گفت به کی بدیم؟ گفتم بده به اینو، اون موقع زن داشت، بده به اینو زنش، اینا دانشگاه میرن. بعد یه روز زنگ زد آقا این پسره پدر ما رو در آورده، از هر جایی که میندازمش بیرون از سوراخ دیگه میاد بخواد پول بگیره. اینا چنین حرومزاده های هستن. بچه آخوندن برید بزنید آیت الله نمیدونم جلالی تهرانی، اینا هم اینجوری اسمش عوض میکنه برای همین. اوکی. خب پدرام هم که از خنده نیشش اومده تا گوشش، اون وقتا تو شیراز میگفتن، میگفتن این نیشش رسیده به گوشش. خب پس کاری نمیکنه، فقط حرف میزنه. دقیقاً
دقیقا. ولی ببرم شما رو یه دوست دیگه ای که حالا اون بنده خدا کار کرد، ولی چه کاری، بلند شد از سوئد جای امن، خوشی زد زیر دلش، یک آدم جوونی که نشون میده هم ازدواج خودش زود بوده، هم ازدواج دخترش یا پسرش زود بوده، کسی که تو اون سن سال بچه دار شده، تو اون سن سال نوه دار شده، دوچار بحران میان سالی شد و بلند شد راه افتاد رفت پیاده برم ایران رو نجات بدم. بله، آقای کامران قادری. خب ما اگه عیبی ایرادی میبینیم میگیم، اگه حسنی تعریفی هم داره میگیم. امروز صبح براش نوشتم که آقا برای من یکی فرستاده بود، کامران قادری، خبری ازش داری؟ گفتم نه، ببینم اگه هستش ازش حال احوال بپرسم. نوشتم سلام چهار چه خبر؟ ایشون در جواب من این پیامو گذاشته، خیلی هم ممنونم ازش. گوش کنیم. آقای پارسا درود بر شما. من خوبم، مرسی. من الان ترکیه هستم، برگشتم اومدم استانبول برای اینکه در یک دادگاهی شرکت بکنم و دادگاه که تموم بشه برمیگردم شهر وان که از اونجا با پای پیاده حرکت کنم به سمت ایران. مرسی عزیز دل که به فکر من هستی، احوال منو میپرسی، یعنی در واقع میخوای ازم با خبر باشی، و اینکه از اونجا که من واقعا هیچ کینه ای از هیچ کس به دل نمیگیرم نسبت به شما هم همین. اینم حسنشه، براشم نوشتم انسان های شریف هستن که دل خودشون رو با کینه سیاه نمیکنه. اولا من نمیدونم شما چرا باید از من کینه به دل داشته باشی، من حقیقت رو گفتم. من اولین کسی بودم که اون آقایی که از شما سوء استفاده کرد و الان خودش برنامه داره با من تماس گرفت، گفت با این جوان مصاحبه کن. گفتیم باش، مصاحبه کردیم، دیدیم آقا شما، ببخشید اینو میگم، یا مواد میکشی یا کلن تحت تاثیر فشارهای زندگی شوت هستی. گفتیم آقا این که نمیشه، من پیاده راه افتادم یه گالسکه گرفتم، این چیزی که دست شماست گالسکه است. اینایی که میخوان بچه هاشون رو عادت دارن ورزش کنن، وقتی بچه دار میشن بچه ها رو تو این گالسکه که چرخهای نسبتا بزرگی داره میشونن و میدونن، با خودشون میدونن، دستشون رو میبندن که این اگه خوردن زمین گالسکه نره. ولی هرچی شما که ور نداشتی مثلا توپ و تانک ببری اینا، یک گالسکه پرچم شیر خورشید زدی روش، تلفن هم که اگه این تلفن انلیمیتد نبود، نمیدونم هرچی دلت میخواد حرف بزن نبود، شما که نمیمدی دقیقه $3 بدی از تو جاده های چیز، از تو نمیدونم چادر برات خوراک آوردن دم یه رستورانی. خواخه شما چه چیزی رو به دست آوردی؟ چه چیزی رو به دست آوردی؟ آخونده هم که شما رو گرفت گفت آقا اصلا این قابل گرفتن نیست، شما رو آزاد کرد، براتون بیسکوت و چایی هم آورد، گفت آقا بلند شو برو. خب حالا شما میگی من در دادگاه هستم در ترکیه، نشون میده اون موقعی که اونجا بودی یه اشکالی پیش اومده، حالا یا با اون خانمه، اون خانمه هم شیرازیه متاسفانه، گفتی جنده خونه داشته، کی بود اسمش؟ فرناز ابیاد یه چیز اینجوری، این اکبری الان میشناسدش. بله. از آقای علیپور خبری دارید؟ علیپور، آقای علیپور توی سوئد؟ نه همین تو چیز میبینم گاهی وقتی چی میبینن اینا، عیسی علیپور، نه خبری ندارم به اون صورت. خب خانم دکتر جیلانی میگه این جلانی هم بچه آخونده، این باباش مفت خور، خمس و زکات خور، امروز هم ایران خور. اگر اینجا خمس و زکات نمیخوره، قولتون میدم خمس و زکات هایی که باباش اونجا جمع میکنه برای این میفرسه. شما تماس بگید، الان عکس کثافتش نشون دادم، برید رو سایتش بگو آقا شما چیکار میکن، از کجا درمیاری میخوری، این چند سالی که تو آمریکا بودی کدوم خونه رو اجاره کردی، کدوم خونه رو خریدی، همش چت باز خونه این اون بوده. اوکی. شاه به اینا میگفت دانشجویان مادام العمر. خب البته خود شاه کمک میکرد که اینا مادام العمر مجانی بخورن و بخوابن، ولی یه بدبختی اگه میخواست بره درس بخونه به یه جایی برسه، براش یه موانعی بود که نمیتونست. اولینش سربازی بود که شما باید بری اول سربازی، میگه آقا خب درس هم بخونم بعد میام، ولی آخونده سربازی معاف، خیلی کار خراب بود. دختر استوار بیدخت به نام فرهناز، عجب تو جانوری هستی اکبری، واقعا
من باید ببینم تو رو قبل از که از دنیا برم. آدم جالبی هستی. میگم من با خسرویان بودم، میگه بچه کازرونه هم هر کسی رو من گفتم این چی میشناستش. بله این دختر استوار بی دخت فرهناز، خان آقای قادری از سوئد پیاده رفته رسیده اونجا، اون خانمم اومد صداشم گرفته بود عزیزان بیاین فلان، بعد شب معلوم شد رفته بودن بخور بخور و دیگه خودتون دنبالش میدونید. گفت بیا بریم امشب یه مهمونی خیلی بزرگیه. گفت کیا هست؟ گفت اینجوری اونجوری اینا. گفت کیا هست؟ گفت هیچ کس، خودم و خودت. رفتن بعد اومد گفت آقا این خانمه بردتش جنده خونه. گفت اصلا این خانمه اونجا خانم رئیسه. خب حالا شما چه کار کردی به همسرت که سوئدیه؟ احتمالاً به دخترت، به نوت، شما چی میگی جزو این تاریخ درخشان؟ پیاده رفتم 12,000 کیلومتر یا هزاران هزار کیلومتر، 1,000,000 کیلومتر شما رفتی، چی کار کردی؟ رفتی اونجا اینا. حالا این پروندت امیدواریم یه پرونده نباشه بهت صدمه بزنی. در این رابطه هم اگه خواستی بعدا زنگ بزن یا همین با اسکایپ پیام بذار. میخوای اصلا روشن کن، روشن باشه. اگه شما میخوای بیا یه 3:40 از اینجا 20 دقیقه دیگه هنوز با شما میتونیم باشیم تا ساعت 4 که برنامه آقای حسن ارشاد بذاریم. بله شاه ایران دوباره به سعودی برگشت. شما نگاه کنید تیتر خبر رو زده شاه ایران دوباره به سعودی برگشت. گفتیم لابد این جنازه بدبخت از مصر میخوان باز ببرن اونجا. رفتیم نگاه کردیم یه ماشین قرازهی که موشدونی بوده، ماشین مزراتی. طرف میگه اگر این ضرر نمیرسند اسمشو مزرات نمیذاشتن. البته این ایتالیایی مزراتی، عکس یه چیزی هم اینجوری سه شاخه شیطون روشه. بله شاه یه ماشینی داشته، یه عربی خریدتش، بعدم عربه انداختنش تو کوچه، شانس آورده الان تو آکشن خریدن و فروختن این ماشینه رفته اونجا. چرا میگه شاه ایران؟ گویا این ماشینه رو مزراتی به اسم شاه ایران درست کرده که من هیچ جا ندیدم. گوگل کردم What is that؟ شاه آف ایران مزراتی کار، کینگ آف پرژیا مزراتی کار، همچه اسمی دیدید شما؟ شما این ماشین مزدا دیدید؟ اینه به خاطر مزدای ایران. طرف هم گفت توی اون ژاپنیه، اینو به خاطر اون نامگذاری کردم مزدا. ولی شما برای من گوگل کن ببینم کجا مزراتی یه ماشینی ساخته برای شاه، شاه آف ایران، تازه ساخته باشه. اینجا خیلی از خواننده پول میدن براشون موتورسیکلت درست میکنن، ماشین درست میکنن به اسم خودش، کفش درست میکنن به اسم خودش. حالا این هنر بوده، بعدم شاه ایران به سعودی برگشت، این باید تیتر خبر رسانه های ما باشه. اینو من از شما پرسیدم آقای کابوسی و شما ندونسته نخونده یه پاسخ علکی داد. خب بله ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. یه چند دقیقه زودتر ما امروز بریم تا وقت کنیم ویدیوی آقای ارشاد. برنامه شماره 248 اون آقای همشهری من که یه عکسی یه دفعه میخواست برای ما درست کنه، یه 3 هفته طول کشید، آخرم دیگه اصلا زیر سیبیلی ردش کرد. آقا این آقای ارشاد کار میکنه، مغازه داره، کارگره، خانوادهش کار میکنن، از وقت خودش نشسته تو اتاقش، آسانسور مال اون محل فروشگاهی که میاد میره بالا صدا میده تو نوارش هست، فیلم ضبط میکنه، عقیدهشو داره به دیگران میفرسه. من باید تو آمریکا از شما اجازه بگیرم؟ گل به گوشه جماله، شما رو دست آقای عطاالله معینی بلند شدی، صاحب جی ال ویز. گفت شما وقتی یکی فیلم میسازه به ما نشون بدید اول. گفتم شما وزارت ارشاد شدی؟ خجالت آوره، هر کدومون تک تک اشکالا رو داریم، ولی هیچ کدوم از دوستامون جرئت نمیکنن بهمون بگن، چون اگه گفتن این آقا میگه آقا خب شما نگاه کن این ویدیوی آقای ارشاد میذاری که جزء حجتی است. اولا من نمیدونم باشه نباشه، بعدم بر فرض که باشه، شما به عنوان یه آدم دانا ترجیح نمیدی که بدونی یه حجتیه چی تو مغزش میگذره؟ یا ترجیح میدی همون برید داخل سلطنت طلبا احتمالاً آسینشون رو نمیدونم یقهشون و سینهشون و پرپاچهشون بالا باشه شما لذت ببرید. و شاه همین کارا رو کرد که گناه ها
که گداها پا شدن انقلاب کردن. خب این حرفا چی میگن؟ مردم از سیری انقلاب کردن. ما به درد کدوم یک از شما؟ یکی میگید گداها، راستی نگاه کنیم ماشین بذاره که شما اومدیم من خبره رو پیدا کنم. شاه رفت نمیدونم بذارینم تو این بود شاه به عربست اینها، شاه ایران دوباره به سعودی برگشت. اینه، من براتون اینجوری سفر رو نشون بدم. این ماشین مزراتی توی الکساندریا شعبه داره. من خودم هیچ وقت از این ماشین های اینجوری خوشم نیومده، چیز به خصوصی نداره. حالا مثلا قیمتشون هم بالاست، ما ماشین 10,000 دلاری میبریم واشنگتن، میان 100,000 تا فوش بهشون میدیم. حالا شما فکر کن ماشین 100,000 دلاری 200,000 دلاری داشته باشه. یک نسخه اینا، این بالاش نگاه کنید، شاه ایران دوباره به سعودی بازگشت. یک نسخه کمیاب از خودروی مزراتی جی تی 500 که با نام شاه ایران شناخته می شود توسط یک شهروند سعودی به مبلغ 3 میلیون ریال سعودی معادل 800,000 دلار خرید و به این کشور بازگرداند. اصلا جمله غلطه. اوکی، حالا بریم عکس دومش. شما حاضری سگ و گربه تو این زندگی کنن؟ یه عده خلن اینا رو میخرن ریستور میکنن. مالک این مزراتی بازماندگان یک شهروند سعودی بود که آن را حدود 6 دهه پیش 60 سال پیش خریده و برای دهه ها آن را به حال خود رها کرده بود. در ماه آگوست 2019 بازماندگان یک شهروند سعودی، ببین جمله دوباره تکرار، ای خاک بر سر شما نویسندگان، به نام ربیعان الربیعان، اینا مثل امید امیدوار و جواد جوادی و فلان اسم و فامیل بلند نبودن، ربیعان الربیعان، اعلام کردند یک مزراتی از نوع شاه ایران را در نیویورک به حراج می‌گذارند. خریدار جدید شاه ایران که نامش فاش نشده، خودروی خود را در نمایشگاه موسم الریاض سعودی در معرض دید علاقمندان گذاشت و با استقبال قابل توجه آنها روبرو شد. خب بله، از اون برم لابد ماشین هیتلر هم خرید فروش میشه، اگه خمینی هم گاری ماشینی چیز داشت خرید فروش میشه. خب این چیه؟ شما میاد مینستی شاه ایران. بله بفهم. سعید کاووسی هم میگه ایرانی دانا نداریم، توهین نکن. آقا داریم، با من تو دوست نیستن، با من تو نمیچرخن، قبول کن. همین 15 کار که فقیرها انجام میدن که ثروتمندا انجام نمیدن، خانم جیلانی میگه در رابطه با اینا گفتم که بچه میسازن ثروتمندا نمیسازن. البته الان دنیا با این مشکل روبرو شده که این مسلمونا و فقیرا بچه میسازن، پولدارا و روشنفکرا بچه نمیسازن. خب دنیا پر از کی میشه؟ کمی فکر کن. اوکی، بذارید ببینیم که براتون چی گذاشتیم اینجا، چه خبر از ایران. و کامران قرنیا باز هم پیاده به گفته بود بعد از دادگاه باز هم پیاده میخوام برم به ایران. اینم شده مثل اشرف شماره 3 مجاهدین، اون اشرف 1 و 2 چه تاج گلی به سر مردم، به سر خودتون بیچاره ها زده که حالا اشرف 3 تا 1000 انجام بده. شما اون دفعه اولی که رفتی مسافرت به ایران چی کار کردی؟ اون 4 تا دوستی هم که داشتی یکی یکی آمدن بعدن گفتن شما سوء استفاده هستی، شما پولا رو خوردی. حتی دیدم خواهرتون یه مدت مجبور شد از شما دفاع کنه. و ضمناً نظر خانواده شما چیه؟ درست مستقل هستیم، ما از 18 سال که رفتیم بالا هر غلطی دلمون خواست خودمون مختار هستیم انجام بدیم، ولی خانواده شما در این مورد چی فکر میکنه؟ زن و بچه و نوه و همه رو ول کردی با یه کالسکه بلند شدی؟ نه کالسکه این مثل سلطنتی سوار بشه، یه کالسکه جلوش اینجوری تو سرما گرما، بعدم یه چایی که بهش میده خوشحاله، یه کبابی که بهش میده خوشحاله. آقا این حرفا چه اینجوری؟ خب ببین، بله این آقای ترامپ دیوانه هم که بهتون گفتم عکس راکی گذاشته، نگاه کنید ببینید واقعا یه شخص چقدر باید نادان باشه که وقتی تو بزرگترین یعنی بالاترین دفتر سیاسی جهان رو داری برداری، اونم کسی که هفته پیش این ملای جودا این پالتوش انداخته بود رو دوشش رفت بیمارستان،
بعد میگه که ایراد گرفتن که من کراوات نزدم. خب کراواتم اگه میزدم تا میرفتم بیمارستان میگفتن باز کن این سینه زیبات رو ما ببینیم. این اصلا نیست بکنم واقعا دیگه دیوونه شده. حالا اومده عکس این هنرپیشه مال فیلم رمبو آقای قادری هم آمد ببینیم چی میگه. خب دوستان عزیز با آقای کامران قادری هستیم. آقا سلام، حال شما چطوره؟ درود بر شما آقای سوربی. اولا من نوار شما رو پخش کردم، گفتم یکی از محاسنات شماست، آدم های خوب کینه به دل نمیگیرن، ولی باز طبق معمول شروع کردم انتقاد کردن که آخه اون بار چه حاصلی داشت که این بار میخواین چی. بذار من تصویر شما رو چون با تصویر اومدی بدم و ازت تشکر کنم که آمدی، من میکروفون در اختیارت میذارم. اولا این دادگاه اگه رابطه به خصوصی نیست به ما هم بگو در رابطه با چیه توی ترکیه. بعد چرا دوباره میخوای بری ایران؟ بفرم. حتما جناب صبر، اول من برای شما یه وایسی گذاشتم، من به شما گفتم که کینه‌ای به دل ندارم به خاطر حرفای رکیکی بود که برای من نوشته بودین شما توی مسیج، به خاطر اون بود. دادگاه توی ترکیه موقعی که من پیاده می اومدم از استانبول رد می شدم حمله شد به هم، سه تا جوان حمله کردن شبونه توی چادر، سرقت، زد و خورد و این سه تا جوان الان توی زندان هستن. من اومدم اینجا برای اینکه ببخشمشون، چون اگر این کارو نکنم حدود 14-15 سال بهشون زندان میدن، اگه ببخشم حدود 4-5 سال زندان به هر جهت بهشون میدن. به خاطر این اینجا هستم. 27 دادگاه بود، یه هفته عقب افتاد که افتاد به 5 ماه دسامبر و مجبور شدم یه هفته توی استانبول بمونم. الان اینجا هستم منتظر این دادگاه هستم که برم اونجا فقط ببخشم. جناب سوربی، کاری که من دارم انجام میدم یک اعتراض مسالمت‌آمیزه که در دنیا این به این سبک اعتراض مسالمت‌آمیز چیز شناخته شده ای هستش که با پای پیاده کسی راه میفته و اعتراضی رو میکنه. من نه ادعای آزاد کردن ایران رو داشتم که شما توی برنامه‌تون گفتین، من فقط یک ایرانی هستم که به وضعیت کنونی ایران اعتراض دارم و به این صورت انتخاب کردم تا امروز 17,000 کیلومتر راه پیمایی کردم با پای پیاده. شما گفتی کالسکه بچه، درسته یه کالسکه بچه هستش که من لوازمم توشه، چادرمه و لوازم دیگه‌ای که حدود 100 کیلو وزنشه. نه تنها در واقع پیاده این را اومدم، 100 کیلو بارم با خودم هم کردم. افتخار میکنم که در طی 3 بی تفاوت نبودم، کاری که از دستم برمی اومده انجام دادم و برای دفعه دوم میرم که سفر عشق و وارد ایران کنم در نهایت تا 29 بهمن ماه. خدا وکیلی من جای آخوندا باشم این بار از شما رو گرفتم به این سادگی ولتون نمی کنم. و این نصیحت من به شما، اونها میگن آقا ما یه دفعه ولت کردیم که بری سراغ زندگی، دوباره برگشتی موی دماغ ما شدی و اذیتت میکنن. یه چیزی رو من به شما بگم، این کاری که شما میکنی در رابطه با اون سه تا جوان ترک ضمن این که پسندیده هست یک جنبه منفی داره. آیا این بعد درسی نمیشه برای اینا که آقا ما هر کسی رو رفتیم زدیم و سرقت کردیم بعد میاد صلح میکنه و اینها و میبخشتمون؟ نه، به خاطر اینکه خب 4-5 سال زندان به هر جهت بهشون میدن، جوانای 17-18 ساله هستن، الان فکر میکنم هر سه تاشون بالای 18 باشن، اون موقع یکیشون 17 بود، دوتاشون 18 سالشون بود و یه اشتباهی رو از نظر من کردن و به خاطر اینکه اینجا توی ترکیه قانونش به این صورته که وقتی کاری و گروهی انجام میدن، در واقع خلافی و گروهی انجام میدن، به صورت مافیایی در واقع این کارو کردن و به این صورت خیلی سخت میگیرن. نه من فکر میکنم 4-5 سال براش کافی باشه، چون دست جمعی این کارو کردن مثلا اگه 30 سال جور میشه میگن 3-10 سال، ولی شما میگین این مثل گنگه، مثل کارهای گنگستر و مافیایی اینا. در صورت من به نوبه خودم، منم همیشه فکر کنم آدم ها رو باید بخشید، مخصوصا اگه سنشون
زیر 18 باشه و توی جوانی و اینا، خود ما میدونیم آمریکا و اینا بعضی از این جرما رو خیلی کم، بعد به 18 که میرسه از پروندهشون پاک میکنه، میگه جوان بودن، نادان بودن اینا. امیدوارم در این را موفق باشید و اگر از این طریق میخوای که دوستان باهات در تماس باشن، این اسمت همون کامران قادری روی چیزم میتونن پیدا کنن روی فیسبوک و اینها. بله دوستان عزیز، با آقای کامران قادری هستیم. ایشون یک بار 17000 کیلومتر رفتن و اون ویدیوهاشون جالبه که خیلی راحت با اون مأمور پاسدار اینا، البته شایعاتی بود، نمیدونم، میگفتن دایی شما سپاهی بوده به همین خاطر اینا با شما خوب رفتار کردن، یا آقایی بود اونجا آمده بود شما را آزاد کرده بود، ضمانت گذاشته بود، یه داستانای اینجوری. البته میدونید وقتی ما نشستیم نه بیرون... اصلا به این صورت نیست. نه حرفای شایعات خیلی زیاده. نه خب من 45 روز زندان بودم، 5 روز بازداشت بودم، 5 روز وزارت اطلاعات بودم. خب من کاری نیستم، من فقط یک حرکت اعتراضی کردم، در ضمن که خب اون موقع من حدود 8000 کیلومتر راهپیمایی کرده بودم قبل از اینکه وارد ایران بشم و خانواده سوئدی دارم، توی سوئد 32 سال زندگی کرده بودم اون موقع و به سختی میتونستن با من برخوردی بکنن، چون من در واقع حرفی نزده بودم، به کسی توهینی نکرده بودم، من یک حرکت اعتراضی با پای پیاده انجام داده بودم و در نهایت از به باور من جمهوری اسلامی در برابر کاری که من کردم شکست خورد، سرخم کرد و مجبور شد که منو آزاد کنه. بله. راجع به این که شما سوئدی هستین یا اونجا فامیل دارین، دولت سوئد اگر مشکلی براتون پیش بیاد شما رو به عنوان یه شهروند سوئدی میاد دفاع میکنه، یا میگه خب ما که نمیتونیم هر کسی اومد اینجا شهروند شد وقتی بهش میگه آقا این مملکت ایران بی در دروازه است، بی قانونه، این آخوندها هر کدومشون از قرآن که کتاب خداست یه تفسیری دارن، از کتاب قانون تفسیرهای مختلف، اونا نمیان بعدن بگن دیگه این بار که رفتید به قول معروف ببخشید اینو میگن خونتون گردن خودتون؟ من اول که خدمت شما بگم من هنوز ایرانی هستم، تقاضای تبعیت سوئد رو هیچ وقت ندادم، با اینکه 27 سال در واقع زن سوئدی داشتم، بچه‌های دورگه دارم، هیچ وقت این تقاضا رو ندادم، ولی موقعی که زندان بودم دولت سوئد مثل یک شهروند سوئدی از من حمایت کرد، وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه ایران در رابطه با من در ارتباط افتاد، تلفن شخصیشو در اختیار من گذاشت موقعی که من توی زندان بودم و کاملا پشت من وایساد. حالا این دفعه اگه این کارو بکنن یا نکنن اینو نمیدونم، ولی خب به هر جهت من فامیل سوئدی دارم و اینکه 32-33 سال سوئد زندگی کردم مطمئنن پیگیر میشن اگر اتفاقی برام قادری، چون من ساعت 4 باید برنامه آقای حسن ارشاد رو پخش کنم، از شما عذر میخوام، در یه برنامه دیگه حتما با شما صحبت میکنم. اونجایی که شما میگید من به شما توهین کردم، اجازه بدید به دوستان که در جریان نبودن بگم، من این کارهایی که شما انجام دادید مجموعش رو الان همون دوست شما دیدید که بعدن ماجراهایی بود که پول شما رو خورده بود و نمیدونم، خودش الان برنامه داره، اون خانومی که با اون شور و هیجان رفتید که اتفاقا همشهری من هست متاسفانه، دیدیم که چه سابقه بدی داره و اینها. یه جورایی من درست میگفتم، قبول دارید شما اینو؟ نه حقیقتش قبول ندارم، همینطور که شما گفتی من حاضرم در یک برنامه دیگه راجع به این مسائل صحبت کنیم، از وقتی که در اختیار من گذاشتی سپاسگزارم. عزیزم چرا زمستون میخوای بری؟ زمستون به خاطر اینکه در واقع این حرکتی که من انجام میدم یک حرکت سمبولیکه و در واقع برای آزادی ایران زمستون و تابستون نداریم. خب بسیار ممنون. این که من میگم اقلا اگه تابستون میرفتی شاید یه افرادی مثل من و آقای اکبری و اینا هم میومدیم باهات بودیم. در اصل ممنونم، خیلی ممنون که امروز بعد از اون پیام نوشتاری من شما جواب دادی، من پیامتونم تو برنامه پخش کردم. مرسی عزیزم، روز خوبی داشتی. مرسی با پاینده ایران، به امید دیدار. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای کامران قادری بودیم، ایشون روی فیسبوک هم میتونید باهاشون در تماس باشیم. آقای اکبری نوشته منم بازنشسته هستم و خیلی وقت دارم، این دفعه بیا دنبالم با همدیگه بریم ایران. خب بفرمون.
این حسن شهامت داشتن و مصاحبه کردن اینه. ایشون آلمانه، میگه آقا بیا با هم بریم ایران. دوستان عزیز، برنامه ما همینه، نه موضوع خاصی داره. آنچه شما خواستید، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، از هر دری سخنی، سربی با مردم، سربی با تناز، سربی با تنازی، سربی با پدرام، سربی با خانم جیلانی، سربی با اکبری، سربی با کامران قادری، به همین سادگی. روز روزگارتون خوش. گفتم بهتون برنامه‌های جمعه 99% قطعی و حتمی هستن، برنامه‌های دوشنبه چهارشنبه 50% 50%، درست مثل ازدواج اون مرد فقیر با دختر پادشاه. اگه جوکشو نمیدونی، جوکم نیست، حتما از دوستانتون بپرسی. باز ممنونم از آقای ابهری، ممنونم از کامران قادری، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم حرفی بزنید، و اگرم حرفی برای گفتن دارید میتونید از اینجا به گوش و هوش و عقل و چشم مردم برسونید. خیلی ممنون که با ما بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید، و اگه اهل مشروب هستید کم بخورید، کیف کنید، و به بیمارستان و قبرستون منتهی نشید. خیلی ممنون.